سلام عزیزان من مجتبه هاشمی هستم در شنبه شب 19 خرداد خورداد در خدمت شما با یکی دیگه از پادکستنامون یکی از شماره های ویژه و خارج از برنامه روتین همیشگی به خاطر همین من مهمون رو معرفی میکنم از سمت راستم رضا عباس زاده که بعد از چند شماره اینجاست سلام رضا دوید کم مخلصیم قربونت هیوا یوسفی که مثل همیشه اینجا بزرگتر ماست چراغ این خونه است چه گیر داده هر دفعه من به عنوان بزرگتر میگه و حالا بعد میگم چرا قربونت <تصفح> و مهمون ویژه ترمون آرمن ساروخانیان روزنامه نگار و دوست قدیمی هممون سلام ارادت خیلی خوشحالم دوباره برگشتم توی پادکستشون قربونت برم آرمنه یک بار دیگه ما داشتیم توی اون استودیو بودیم اون موقع و نکتهش اینه که اون موقع هم دقیقا پایان لیگ بود لیگ 21 هم بود که استقلال مجدی قهرمان شده بود یادمه اومدیم برای تحلیل لیگ اون برنامه هیوا بود اولین ترکیب من و آرمنا و... اولین بار شما اصلا هم دیگر رو میبینین نقای معرفی <laughs> آره معرفیتون کنم بهم آرمن ایشون بزرگ ماست و, <laughs> و که همونجور که وعده دادیم توی یکی دو هفته پیش لیگ 23 رو بررسی کنیم از اول تا آخرش ببینیم چه اتفاقی افتاد و در حضور رضا و آرمن اون دو تا دوست عزیزمونم که همیشه اینجا می نشستن کامیار و محمد هستن پشت صحنه کنارمونن و دمشون گرم همیشه گفتم چه این ور باشن چه نباشن چه محروم باشن چه مستون باشن کنار تیمن و خیلی کارشون درسته هفته دیگه چون هفته قبل چون من خیلی بهشون گیر دادم درباره ازدواج و اینا اینا یه ذره کاراشون رو کردن و دارن به این مسائل رسیدگی میکنن بچه های حرف گوش اون یکی که اصلا گفته میخوام دفعه دیگه تو فرزند آوری رضا رضای نیتی نیت نیت رو شکست بدم یه قولای اینجوری داده بگذاریم خلاصه بریم سراغ ماجرا رضا آرمن قشنگ شکل کلاسیکش این بود که بگیم خب پرسپولیس قهرمان شد اوایل فصل رضا اینا رو گفته بود وقتی که اسکوادا معلوم شد تیم بستن رضا اینجا بود گفت این, این تیم اینطوریه این تیم اینطوریه برآوردها این بود بعد اینا این شکلی بازی کردن و این شکلی پیش رفت ولی یه چیزی تو لیگ امسال بیشتر از همیشه اومده جلوی اینها وایساده یعنی قبل از اینکه بریم تو بحث فنی همش یاد این میافتیم که خب حقشون بود حقشون نبود پرچم بود پرچم نبود چه شکلی کی قهرمانشون کرد یکی میگه تو زمین قهرمان شدن یکی میگه اون بالا یکی میگه اینجا قهرمان شدیم و ماجرا هست جلوش وایساده نمیخوام بگم در دربارش حرف بزنیم و میخوام نظرتون رو بدونم یعنی اصلا ممکنه شما این اجازه رو بهش ندید فکر اینجا کنید اینجا که گفتی اشاره کردی به سرت چون بچه‌ای که دارن پادکست گوش میدن تو پادگیرا آره, آره آره اشاره <تصفح> کردم به سر و منظورم دانیال اسماعیلی فر بود که گفت که ما اینجا تو مغزمون گفت تو مغزمون قهرمان شد چه خوب شد گفتی دارم فکر میکنم آدم بشنوه چی میشنوه آره میاد همه هاشیه ها با میسته جلوی مسائل فنی خب ممکن نظرتون این باشه که بعد از کنارش عبور کرد ممکن نظرتون این باشه که اساسا این دیدگاه هواداریه یا ممکنه بخوایم دربارش بحث کنیم من با هر سه چهار تا گزینه موافقم رضا تو بگو بعد چیکار کرد به نظرم که باید عبور کرده ازش یعنی اصلا بحث واجد ارزشی نیست اساسا به این معنی نیست که میشه یعنی حتما با رد کرد این نظریات رو کی میدونه شاید واقعا چیزی پشت قصه باشه ولی راهش واقعا نه از صحبت ما میگذره نه از این کوری و واقعیتش هم اینه که انقدر جرزنی تعمین پیدا کرده که احتمال اینکه کل قصه فقط جرزنی باشه خب خیلی بیشتر از اینه که واقعا چیزی پشت یعنی یه واقعیتی پشت قصه باشه و ببین باز یه طرف هم نیست الان چون استقلال یا رقابت قهرمانی به پرسپولیس باختن ممکنه این حرف این منظور ازش برداشته که استقلالی ها دارن جر میزنن تو همین فصل تو دربی رفت وی آر آوردن واسه بازی و پرسپولیس ها ول نکردن اون صحنه وی ای آر رو بعدش یعنی نه بازیکناشون نه هوادارشون و نمیدونم اون پیج هواداری و اینا عین همین رفتاری که در واقع خود کادر رو نمیدونم مثلا بازیکن استقلال و هوادارشون دارن الان انجام میدن و عین همون رفتار رو پرسپولیس بعد وی آر داشتن خب حتی استقلالی هم بعد از بازی ها که داشتن میگفتن آقا ان فصل بعد وی بیاد اینا بعد خودشون یه تبصره میذاشتن گفتن البته که چیزی عوض نمیشه اگه بیه وی بیه. آر خب یعنی میخوام بگم کل ماجرا یه جرزنی بزرگه و سهم بزرگ یعنی همونطور که احتمالا 90 در درصد جامعه هواداری فوتبال تو ایران متعلق به این دو تا تیمه اون چیزای زشتی هم که سنجاق شده به جامعه هواداری فوتبال تو ایران 90 95 درصدش متعلق به همین دو تا تیمه من یادت باشه گذشته بارها میگفتم میگفتم این دو تا تیم جرزن و واقعیتش اینه که من پشت دست اوزونیدیس بازی میکنم تو این قصه آها آره. یعنی این دو تا تیم راجع به داوری حرف نزنن دیگه بذارم بقیه تیم‌ها راجع به داوری حرف بزنن یعنی در این حدش به نظرت محرزه یا اون دیگه جرزایی نیست یکی از, یک از یه تیم دیگه بیاد بگه قرمز و آبی منتفع میشن ببین اون دیگه به نظرت از, داره. از, چه فکتی دون جمله از چی بوده فکتی که استفاده میکنه میگه یه بار وی آر اومده واسه بازی این دو تا تیم اینا به چه زبونی بگن که این دو تا تیم واسه بر... واسه ما مهمترن خب حرف حرف خیلی درستیه یعنی اگه قرار وی آر بیاد واسه همه باید بیاد نه فقط دربی چرا اهمیت دربی برای توی برگزار کننده بیشتر باید باشه برای هوادار بیشتره منطقیه خب برای اسپانسر بیشتره منطقیه ولی برای تو برگزار کننده اصلا همیت این بازی بیشتر از بقیه بازی باشه به این صورت که تو فقط واسه این بازی وی آر بیاری خب بعد به هر حال این اینا فن خیلی بزرگی دارن دیگه و هر چقدر اون فن بیس بزرگتر باشه فضای بهتری واسه ساختن این جور بازی‌ها و سوء استفاده و موج سواری و اینها میده و معمولا عمده این در واقع, در واقع این توهم توتعه و اینها عمدتا متعلق به یعنی هر چقدر تیم بزرگتر هوادار بیشتر به نظرم تئوری توتا بیشتر آرمان نظرت چیه؟ آرمان تقریبا همین رو ما هفته پیش گفتیم بدون اینکه رضا باشه و تو باشی یعنی موضع همین موضع بود و دیدگاه ها این بود که کمه ما از شما توقع داریم که اینا بررسی شما با میسی وسط میگی پشت پرده ما چه میدونیم چه خبره ما بگیم که تیم رو قهرمان کردن یا ما بگیم فلان ما میگیم آقا این چیزها از اون جرزنی ها هست از ضعف داوری هست جنبندی نمیشه کرد که کدام تیم بیشتر فلان شد و میریم سر مسائلی که همیشه دربارش حرف میزدیم ولی انگار افکار عمومی میگه کمه میدونی فکر میکنه که ماجره های بزرگتری رخ داده است که ما بیخبر خب ما هم که پشت پرده نیستیم ما هم که با مردم این وریم دیگه اگه پشت پرده ای وجود داره که حالا معمولا, <تصفح> معمولاً توی اتفاقات رسانه ها سال که حق رو به فدراسیون میدن حق رو به داوران میدن ولی من فکر میکنم این بار باید حق رو به باشگاه بدیم و یه پایان خیلی بدی بود برای لیگمون که حالا سرنوشت لیگ با یه گل آفسایت مشخص شد یعنی هم برای استقلال خیلی بد بود که اینجوری جامو از دست دادن فکر میکنم خود پرسپولیسی هم دوست داشتن که اینجوری تمام نمیشد یعنی قرار بود بازی رو ببرن با همچین گلی نبود یعنی حداقل اونایی که حالا یه مقدار شاید کدای اخلاقی براشون مهم باشه حالا چه توی بازیکنها، چه توی هوادارا و بازنده بزرگتر این ماجرا فکر میکنم فدراسیونه یعنی اون حساسیتی که لیگ ما داره الان حالا چه از نظر پولی که باشگاه هزینه میکنن چه اهمیتی که برای هوادارا داره از نظر سازماندهی و وضعیت داوری نتونسته خودش رو انقدر بالا بکشه فدراسیونمون و این بحثایی که هست و درباره داور و اینا یعنی یک جوری شاید مشروعیتش رو از دست داده لیگمون و در حالت عادی این تئوری های ای که مطرح میشه حالا یا بحث های هواداری شما دونا رو رد کنین ولی الان فضا طوری شده که مردم ناخدا، ناخداگاه اونا رو میپذیرن انقدر بد کار کرده فدراسیون و سازمان لیگ توی بحث برگزاری و داوری حالا بخوایم زوم کنیم رو بحث داوری یک بخشش آموزشه که حالا فکر میکنم توی آموزش بد بوده یه بخشش همون وی ای آر و ایناست تکنولوژیه که حالا اون رو هم نتونسته و حتی تو حمایت از داوران هم ضعیف کار کرده یعنی خیلی از داورا شاید توی فضایی قرار بگیرن که تحت فشار باشن توی سری ورزشگاه و ناخودآگاه وقتی حمایت رو نمی‌بینن مجبور بشن که حالا به یه طرف سوت بزنن و در مجموع بازنده ماجرا فکر می‌کنم لیگمونه برند لیگمونه که فدراسیون ارزش اون برنده رو نمیدونه حالا چه از نظر بحث درآمدزایی اسپانسری که میتونه بگیره چه از نظر اهمیتی که لیگ ایران به عنوان حالا تیم دوم آسیا توی رنکینگ فیفا و یکی از کشورهای مهم غرب آسیا میتونه داشته باشه از نظر فروش حق پخش این لیگ به کشورهای دیگه یعنی لیگ ایران به عنوان کشور با سابقه ی فوتبال گردن فوتبال گردن کلفته غرب آسی این نباید باشه اینی که الان هست مم. و من یه جوری به حق رو به باشگاه میدم چون اون اندازه‌ای که باشگاه کار میکنن فنیشون زحمت میکشن بازیکنایی که میخرن الان بودجه هاشون میبینیم چهار مثلا حدود 400 میلیارد تومانه برای فصل بعد حالا این روی میز حالا زیر میز شاید بیشتر از این هم باشه این این لیگ که ما داریم از نظر برگزاری از نظر داوری در حد اون زحمتی که باشگاه ها میکشن تلاش کی میکنن نیست این <متصفيق> حقش نیست که این شکلی باشه بعد به نظر وی آر بیاد حل میشه یا اون هیوا همیشه میگه حل نمیشه من فکر میکنم مشکل این داوری با وی آر هم حل نمیشه یعنی خیلی مشکلش بزرگتر از اینه که با وی آر حل بشه الان وی آر یه بهونه شده برای فدراسیون و داورا که مشکل رو نبودن وی بدونن ولی واقعا مشکل فراتر از اون حالا بخوایم باز کنیم یک کمی بحث استوریایی که از داورا در اومده که حالا مثلا طرفدار یه تیمی بودن این فکر میکنم خیلی گاف بزرگیه برمیگرده به نظارت نداشتن فدراسیون یعنی همون بحث آموزشی که گفتیم درباره داور هم توش صدق میکنه که یه داور بدونه که توی شبکه اجتماعی چه رفتاری باید داشته باشه و این استوری که میاد بیشتر از اینکه ضربه به داوره باشه ضربه به خود فدراسیون و برگزار کنندگان لیگه بیشتر از داور اونا زیر سوال میرن یعنی خیلی مسائل ریزی از جزئیاتی است که همه با رایت کردن همه اینا درست میشه فدراسیون الان سعی میکنه با این جریم خیلی سنگین که اصلا عجیب غریبیه. مثلا معادل نصف قرارداد یه سال بازی کنه یه مربی بحث رو بخوابونه ولی نمیشه واقعا یعنی انقدر مشکل بزرگه که نمیشه اون رو جارو, جارو, کنیم زیر فرش و بخوایم اون رو با این جریمه ها بپوشونیم و قطعا سال بعدم فکر میکنم ادامه داشته باشه این مسائل حالا باز بستگی داره چه تیمی قهرمان بشه قطعا بقیه تیما معترض خواهند بود به داوری فقط هم بالای جدول نبود دیدیم تقریبا همه تیمها معترض بودن بیانی هاشون رو میبینین کانال های هواداری رو میبینین مصاحبه مربی ها رو میبینین وقتی همه معترضن قطعا یه مشکلی هست دیگه نمیشه بگیم آه. که نیست پس یه ذره بر جزئیات یه ذره به نظر با رضا روی کارتون رو همه دیگه رضا تقریبا میگه چیزی نیست و جرزنی من نمیگم چیزی هاست. نیست آه. من میگم اون لایه جرزنی اینقدر بزرگه که اصلا تو هیچ وقت به حقیقت نمیرسه. نمیرسی نمیشه بفهمی چیزی هست وی آر اومد داور خارجی هم بیارن همینه کلا هیچ لیگی تو دنیا داوریش تو سطح برگزاری و کیفیت فوتبالش نیست بخاطر اینکه داوری پروفشنال نیست هیچ داوری حرفش داور نیست حرفش دا... نمیدونم دکتر پلیسه دندون که معلمه اصلا پول اونجا این... سرمایه گذاری اتفاق نمیافته تو داوری اه... مثالی که اه... یعنی کم نداریم مثالش از لالیگا و لیگ این... انگلیس و دیگه بهترین لیگای دنیا این اتفاقات توش میفته مسئله اون اعتماد عمومیه که اینجا وجود نداره و میگم چه کسی که توی بازیه چه کسی که بیرون بازیه و صرفا یا تماشاگره همشون این اعتماده رو ندارن و متعدد به تعدد به های مختلف نشون دادن که هیچ کدومشون اعتماده رو ندارن دیگه یعنی حالا خیلی رقابت چون خیلی نزدیک بود خیلی به چشم اومد امسال واقعیتش. منم بحث هم همون بود یعنی اون مشروعیت ها رو از دست داده ام. و حالا اونا که توی فوتبال نزدیکترن قطعا چیزای بیشتری میدونن حالا ما هم یه بخشیش رو میدونیم که حالا یه سریش رو میشه گفت یه سریش رو واقعا تو نمیدونی چقدر موثقه بتونی بگی یا نگی ولی خب اون استانداردی که باید داشته باشه رو نداره و اون اطمینانه رو نداره یه زمانی هست تو میگی بالاخره داور توی لیگ ایتالیا ممکنه اشتباه کنه توی لالیگا ممکنه اشتباه کنه ولی شاید اینجا یه بیخیالی باشه یه بخواد مثلا یه سمتی رو بگیره و تو هیچ وقت نمیدونی پشت ماجرا چیه یعنی اشتباه صفر نیست به نظر من نمیتونیم بگیم همه اینا اشتباهه فقط اشتباه باشه نه, من اصلا حرفم این نیست نه. لیگی که رئیس و کمیته داورانش الان پشت میلاست خب قاعدتا باید توش تغییر عمدی نتایج اتفاق افتاده باشه این بحثی نیست ولی من میگم چجوری میتونیم اثبات کنیم که مثلا گیرم دو تا اشتباه داوری تعمدی بوده یعنی من میگم این یه حوز... یک یه... یه... ساحتیه دیگه که اینجا فقط با سند و مدرک میشه صحبت کرد نه اینکه من چی فکر میکنم تو چی فکر میکنی ما چی فکر میکنیم واقعا یه, یه،, یه که فقط با سند و مدرک میشه حرف زد من تو این زمینه واقعا هیچ سند و مدرکی ندارم اه... سالی که استقلال قهرمان شدم خیلی راجع به پنالتی ها و اینا صحبت میکردم پرسپولیسی اگه خاطرتون باشه اونجا هم به حال هست دیگه آرشیو این پادکست هست روی کرده ما اصلا این نبود که در واقع دنده بدیم به آره. این جرزنی ها من واقع واقعیتش فکر میکنم که مسئله اصلی جرزنیه مسئله اصلی جرزنیه رد نمیکنم که محتمل تو لیگ این اتفاقا بیفته خب و هر کی هم بیاد اثباتش کنه آماده پذیرششم خب ولی غ... تیتر ماجرا جرزنیه به نظر من این وسط میگم مسئله استقلال نیست تو همین لیگ پرسپولیس یا وی ای آر رو قبول نکردن اون ذهن برنده بعدش راجع وی ای آر حرف زد خب یعنی بازی کنم حرف زد ماجرا ذهن برنده نیست الان یه کارتی برات اومده تو بردی یه شانسی ره. برات خونده تو بردی خب من که پیش بینی مو کرده بودم که پرسپولیس قرار میشه البته واقعیت اینه این که فکر می کنم اگه هفته 31 کمی وجود داشت چون من فکر نمی کنم پرسپولیس انقدر ضعیف ضعیف عمل کنه تا بازی آخرش فکر می اگه هفته 31 کمی وجود داشت قرارمون دیگه عوض میشد خب مستقیدش با کی بازی کنن دیگه <laughs> با هر کی احتمال <laughs> <با هر کی laughs> خب این جور که داشت بد میشد پرسپولیس هفته به هفته ولی در مجموع کیفیت یه خیلی جزئی بهتر از استقلال داشت خب واقعا همین به نظر من همین قد که نتایج همین قد که امتیازات اتفاق افتاد پرسپولیس همین قد جلوتر بود اون بامزی و این زبون <تصفح> <تصفح> همین قد خب و قهرمان شد من سعی میکنم ریشای فنی رو دنبال کنم واقعیتش اگه کسی بیاد اثبات کنه که اه چه میدونم مثلا تعمدن اشتباهاتی باعث شده که قهرمان لیگ عوض به سند نداری. و مدرکش می توجه میکنم حتما ولی واقعا این قصه رو دنبال نمی کنم خب اون کسی هم که الان پوزینو میگیره میگه ما ذهن برنده داشتیم به نظر من الان فقط در واقع چون خرش از پل رد شده داره چون اون موقع که خرش گیر کرده بود اون پل خودش همین کارو کرد اون موقع ذهن بازنده داشت خب نه چیز نشد دیگه, دیگه این من خیلی ساکتم ما میخواست اینو بگی گفتم من قبل اینکه بگیم از ساکت الهامی هم ساکت ترین ساکت الهامی تا هفته 29 اصلاح طلب بازی در الان فرش هم ندیدم ما قبلا اصلاح طلب بودیم خب وسط می اومدن وای می سادن خب من تو این بس واقعا فکر می که هم چیزی که آرمن میگه تا اندازه ای من باهاش موافقم هم نکته ای که رضا در مورد جرزنی میگه من اصلا رد نمیکنم من معتقدم بازی اینجا. که آره وسط بازم معتقدم که جرزنی هست ولی چیزی که آرمن میگه بحث اعتماده که از, ب... از, بین رفته اتفاقا یه نمودایی داره یکیش همون داربیه که تو داری میگی که وی ای آر داشته ببین تو اون داربی چه اتفاقی میفته تو اون داربی یه صحنه مشکوک هستش که میره وی ای آر بعدش یه داور تصمیم میگیره میگه پنالتی به نفع استقلال بلا فاصله تصویری در میاد که یکی از معاونای باشگاه استقلال میپره رو رئیس کمیته داوران اصلا من نمیگم که این دوتا با هم بودن و اونم خوشحال شد اصلا ممکن اینا اتفاقی کنار هم نشسته باشن ولی رئیس کمیته داوران باید متوجه باشه که نباید تو یه جایی بشینی که معاون باشگاه استقلال هم اونجا هست و ممکنه خوشحالی کنه اگه پرش بباره 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 تو دقیقا تو این تصویره که میاد بیرون همون چیزی که آرمن میگه یو تو برمیگری بغل گوش یه کسی ما نمیدونیم که یه چیزی میگی و اینا میپره رو کل تو خب و کل وی اونجا زیر سوال میره یه تو، توهم توتو تو اینا که آقا این رئیس کمیته داوران گفت به تو گوش چیز گفت آقا این کارو بکنید این بحث مواظبتی که آرمن میگه واقعا نکته کلیدیه اصلا و ابدا اتفاق نمیفته به اضافه اینکه به اضافه اینکه یه چیزی هم که امسال اتفاق افتاده همین ماجرای بالاخره این رسوایی که اتفاق افتاده تو مثل رفسنجان و بالاخره رئیس کمیته داوران الان اون توه و بحثش هست که یه کسای دیگه هم ممکنه درگیر این ماجرا باشن در نتیجه منم تا اندازه حق میدم به هوادار فوتبال که امسال به ویژه فکر کنه که ممکنه چیزایی پشت پرده باشه که شما به ما نمیگید خب یه واقعیت دیگه ممکنه پشت پرده باشه که شما به ما نمیگید من من هم مثل تو اصلا هیچ سندی ندارم که اتفاقی افتاده که به نفع یک تیم تعمدن تمام لیگ کما این کمین الان آماری که داره میاد بیرون آمار کلی لیگ این مدلی نیستش که بگیم آقا کل لیگ بیشتر هوای پرسپولیسو داشتن معمولا به نظر میرسه نزدیکن یا حتی یه جاهایی به نظر میسه اشتباهات بیشتر به نفع استقلال بوده خب یعنی این, این, تو نمیتونی با قاطعیت بگی کل لیگ به نفع پرسپولیس در واقع اشتباه داوری بوده یا مثلا در مورد اون بازی آخر که آرمن میگه که با یه پرچم درست اون پرچم آفساید بوده دیگه بعدا همه تقریبا به این نچ رسیدن که ما هفته پیش با احتیاط گفتیم ولی به نظر میرسه واقعا آفساید بوده اگه قرار باشه یه چیز قاطع بگیم بین بله و خیر احتمالا بله است دیگه آفساید بوده ولی خب اون بازی یه صحنه دیگه‌ای هم داشته یه بحث اخراج که سر اونم بحثه یعنی اگر من چجوری بتونم ثابت کنم که آیا کدومی که اینا تعمدی بوده کدومش اشتباه داوری بوده پنالتی آیا اخراجه اخراج حامد لک اشتباه داوری بوده این یکی تعمدی بوده یا برعکس منم مطلقا رد نمی کنم. فردا ممکنه مدارکی در بیاد همین الان مثلا میگن که این رئیس کمیته داوران یه صحبتایی کرده یه آدرسایی داده یه هفتههایی آدرس داده که الان ما دفتر بودیم بالا با عادل داشتیم سرچ می‌کردیم که مثلا تو یه هفته یه پولی جابجا جا شده ما رفتیم دیدیم تو اون هفته اشتباه داوری بوده اتفاقا خب یعنی فردا ممکنه یه اسنادی بیاد که نشون بده واقعا اتفاقایی بوده ولی الان ما به عنوان کسی که در واقع بیرون داریم نگاه میکنیم بیشتر اون بخش جرزنیش رو تو چشمون هست ولی خب من خودم رد نمی کنم که ممکنه واقعا یه داستانی هم بوده باشه پشت موجود. حالا من یه نکته بگم اینکه استقلال و پرسپولیس تو کورس بودن یه مقدار روی قضاوت ما و موزه های ما شاید تاثیر بذاره شاید بترسیم خیلی راحت صحبت کنیم در مورد ماجرا متهم بشیم مثلا اگر تراکتور و سپاه ها بودن یا همچین گلی اتفاق میافتاد خیلی راحت میتونستیم صحبت کنیم من مثلا خودم خیلی کلنجار رفتم یه هفته چیزی بنویسم ننویسم آخرم پشیمون شدم ولی در نهایت حالا اون بحث جرزنی که رضا میگه خیلی جاها ممکنه اتفاق بیفته های قبلی هم بوده ولی ما خودمون بارها محکم جلوشون وایستادیم گفتیم شما میخواین اصلا فضا رو به هم بزنین ولی امسال یه خورده سخت شما بخواین جلوی باشگاه بگیره انقدر اشتباه زیاده گاف زیاده همین ماجرای مثل رفسنجان هست همه اینا پای... یعنی شما رو سست میکنه که بخواین این موزه رو در برابر باشگاه بگیرین همین ماجرای فساد که اومد گفتین شما یه کامنت های با ای داشتیم که آقا چند نفر تو زندانن برگزار کننده الیلیک تو زندانه رئیس کمیته داوران تو زندانه داره همه چی بررسی میشه بعد تو به من میگی لیگی که تو هشت سالش هفت سالش یه تیم قهرمان شده مثلا مشکوک نیست داستان نیست گفتم آخری... نداره نه مثل اینکه بگیم آقا یه وقت... آدم یه،, یه،, سری آدم بدهکار تو زندانه خب پس تو به من بدهکاری یه پولی بهم بده چرا من باید، چرا من میشم منتفع خب مسئله هم. من اینه من زیر سوال نمیبرم اینکه این, این لیگ احتمال داره که توش دستکاری نتایج اتفاق افتاده باشه احتمال خیلی پررنگی وجود داره خیلی پررنگ حتی احتمال داره که مثلا به تیمای خیلی بزرگتر و حساستر مثل استقلال پرسپولیس سرایت کرده باشه این ماجرا زیر سوال نمیبرم و میگم پذیرای این هستم که چه میدونم سند و مدرکی اگه بیاد و اینا حتما پذیراش هستم آره. ولی مسئله اینه که چرا یعنی کسی که چنین این استدلالی میکنه چرا منتفش میشه خودش خب چرا اصلا فکر نمی کنی که تو اتفاقا این وسط شاید بخشی از اون در تیم تو بر آره تیم،, تیم تو اصلا برخوردار شاید. از فساد بوده باشه تو اگه میخوای بزنی زیر بازی خب اصلا بازی رو دنبال نکن کلا من چون میخوام این بازی رو دنبال کنم نهایتا خب از زاویه خودم به بازی نگاه میکنم در عین اینکه نمیبندم خودم رو به اینکه آقا این نه این, لیگ توش فساد نیست هست احتمالا احتمالا هست و از راه درستش وقتی مشخص بشه حتما پیگیرش میشم خب شخصا ولی اساسا اگه یعنی باخت خودمو به اسم اینکه ای تو این لیگ فساد هست نمیزنم تو وقتی میای تو این لیگ نمیشه که اگه باختی لیگ فاسده اگه بردی ذهن ورنده داری نمیشه که من بازم میگم اگه جای قهرمان عوض میشد حتما دوباره قصه همین بود حتماً اصلا من این... تردید ندارم تو این آره یعنی این اون چیزیه که من محکمتر از هر حرف ای. که تا الان زدم میزنم که هیچ فرقی نمیکرد اگه جای قهرمان عوض میشد یه جنبندی بکنم کم کم که بریم فنی یا چیز دیگه چجوریه جنبندی چجوری میشه الان بد میگه الان جنبندی مال صدا سیما اینه اولا که نمیگه مثلا ما اینجا فرود میاییم معمولا راست میگه ما به جنبندی میگیم فرود یه فرود آرام مثلا اینکه آرمن اون بخشش که آرمن قشنگ گفت نیازی نیست من تکرار کنم ما داریم به این برنده لطمه میزنیم سطح داوری با اینکه سطح خیلی چیزامون برگزاری فلان ما الان یه آمار داریم از روزای برگزاری که آخر هفته ها چقدر برگزار کردن وسط هفته چقدر یا اون ساعت ها همیشه گفتیم سطح داوری حتی از اونام پایینتره و به این برنده لطمه میزنه یک سری داور خوب و درست کار احتمالا ما داریم که دارن علکی سیبیل میشن این وسط وقتی به همه مشکوک بشن به اونام اصابت میکنه این یه ایرادش بحث هواداری هواداری یه شکلی رفته زیر سال اول فصل داشتیم میگفتیم به خاطر چهار امتیاز یک امتیازه ما نمیدونیم جدول چیه نمیدونیم معنی همیشگیش رقابت از دست داده ما نمیدونیم کی کجاست به خاطر هم خیلی نمیدونن چیه شادی خیلی از پرسپولیسیا الان اون شادی عمیق و واقعی که باید باشه نیست بماند که بعضیشون اگزاجرین کنن دو برابر هم شادی میکنن که یعنی ما شادیم فکر نکنید عذاب وجدان داریم اونا به اینا میگن چطوری شادید اینا شادتر هم میشه ولی یه عده از هوادارهای واقعی خب یه ذره خش داره شادی پرسپولیسیه غم استقلالی بابت دوم شدن اون غم همیشگی نیست ما با هواداری فوتبال هم با غمش حال میکنیم هم با شادیش یه یکی هوادار ایتالیا بود میگم هر سال میریم جام جهانی قهرمان نمیشیم و من با این حزنه زندگی میکنم کیف میکنم من درست 82 قهرمان شدم رفته تا 2006 ولی تمام این سالها لذت جان جهانی رو بردم همین حرفایی که یه که درود سکه و بعد از پنالتی میگن اون اون و اون شادیه هر دو احساسات خالص و نابیان الان خیلی از استقلالی دیگه غم نیست یه خشمه مثل احساس عمومی توی اجتماعه قمو براش راهکار دارن حتی میرن تراپیست میگه با سوگت چیکار کار کن الان دیگه این کلمه ها مده ولی این خشم رو میره اگه از یه جایی بروز میکنه که خوب نیست تمام این عوارضش وجود داره و اما ما اینجا ما که همیشه الان رضا گفت مگه یادم افتاد به سال فرهاد مجیدی و حرفایی که الان امروز زدیم ما همیشه به دیده خوشبینی نگاه کردیم که یا نیست یا اگر هست ما که نمیدونیم ما چی بگیم ما ازش عبور میکنیم و اون چیزایی که میدونیم حرف میزنیم دربارش آرمنی خود بعد مثلا میگه میگن یک چیزهایی هست و هیچ کدومشون نمیشه قاطع و محکم گفت میدونی فقط میتونیم این احتمالات رو بگیم و عبور کنیم ای کاش آرمن هم حتی محکم میتونست بگیم نظرم آرمن نمیخواد عبور کنه خدا 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 کردن من یه نکته هم بگم حالا قبل از اینکه تحریکش چون <applause> الان نگیم فقط بحث استقلال و پرسپولیسه این فضای منصفانه ای که میگیم فدراسیون نتونست به وجود بیاره سپاهان هم خیلی ضربه خورد از این تو این بحث سقف قرار داد اصلا دو سه بار این اتفاقاتی که افتاد شد اصلا. آره دو سه تا بازی یهو بس شب قبل از بازی چند تا بازیکن رو محروم کردن یا مثلا بحث کم کردن امتیازات بود می اصلا فدراسیون این باریو که برداشته یعنی نمیتونه نمیتونه حملش کنه یعنی دو سه تا مورد مختلف یکی بحث وی ای آره یکی بحث سقف قرار داده که شکست خورد امسال و دوباره اصرار داره امسال اون اجرا کنه میگم همه اینا باعث میشه که این فضای رقابت منصفانه وجود نداشته باشه و یه جوری تو باید به هوادار حق بدی که احساس کنه تقه تیمش خورده شد حالا چه اونی که شهرستانی تیم یه جور هوادار سپاهان یه جور حالا باز استقلال و پرسپولیس که حالا همیشه حرف خودشونو دارن آره. یه, چیز دیگه هم بگم من در چون تو یه گروه داریم یه گروه تلگرامی اون دفعه صحبت شد بحث مربیا شد که کسایی که جرزنی میکنن کمتر بیشتر فلان آرمن یه نکته ای گفت گفتش آقا تو فوتبال ایران مربی اگه جرزنی نکنه میتونه گلیمشو می از عذاب بکشه بیرون اگر مثلا مربی ساکتی باشه بیاد احترام بذاره اینا اتفاقا مثالش میتونه همین آقای مورایس باشه من دارم پیش خودم فکر میکنم اگر مثلا یه مربی پر هیاهوی ایرانی رو نیمکت سپاهان بود امسال اجازه میداد اینجوری سر رو ببرن حالا حق باش بود یا نبود اون یه داستان دیگه سقف رو رد کرده بودن یا نکرده بودن مثال بزنم آقای به نظر شما آقای امیر قلنوی رو نیمکت بود آیا میتونستن اینجوری تیمشو بازنده کنن شش تا پنج تا شش تا بازیکنشو معروم کنن امتیازاتش به نظرم سخت میتونستن میدونی میخوام بگم که ما در نکوهش جرزنی و اینا صحبت می‌کنیم درستم هست ولی می‌خوام بگم یه جاهایی اینا یاد گرفتن که آقا اینجوری میتونن حق تیمشون رو بگیرن یا حداقل حق تیمشون می‌خوام بگم که در مقایسه با بقیه میگه آقا اگر تو داری از من کم می‌کنی مثلا الان خب الان ممکنه اسپانیایی‌ها بگن خب الان که عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال اومده اعتراف کرده که ما هم سقف رد کردیم اومده ادعا کرده حداقل دیگه گفته آقا سقف ما رد کردیم عد... یه عددایی گفته خب الان چی میشه داستان اون بلایی که سر سپاهان بردید و بعد وسط لیگون اون ضربه رو بهش زدید وضعیتش چی میشه دیگه میدونی خواهم میگم که یا یاد این افتاده ما من اون دفعه شب تو گروه بس کردیم. اون بالاخره بحثش شاید اشتباهی نبود حالا نکته این پرونده ای هم که شروع شده اینه که اصلا از سمت فدراسیون نبوده یعنی دغدغه فدراسیون از یه جای دیگه کلید خورده و داره ادامه پیدا میکنه فدراسیون همین چند وقت هیچ موضعی نگرفته نه صحبتی بکنه نه بگه ما میخوایم این بحث رو ادامه بدیم تا کجا میخوایم جلو بریم الان مثل یه کیس سرطان دیگه تو نمیتونی نصف اینو ادامه بدی از یه جایی ول کنی دوباره این اوت میکنه یعنی آره اگر شروع نمیدوندی. میکنی تا آخر باید بری این داستانو الان ما نمیدونیم تا کجا قرار ادامه پیدا کنه و از فدراسیون الان موزش چیه چقدر جدیه توی این ماجرا یعنی برعکس حالا بود مثلا یه زمین چمن مصنوعی افتتاح میشد همه میمدن از فدراسیون مصاحبه میکردن و اینا الان اصلا هیچ خبری نیست یعنی شما یه خط مصاحبه هم ازشون نمیبینید و اینم باز بلا تکلیفی شما رو بیشتر میکنه توی ماجر آره هی, هی هم داره بهشون نزدیک‌تر میشه یعنی دیگه آخرین کسی که رفت زندان مشاور رئیس فدراسیون بوده یه وقتی آن تو حکمش اومده بود نظر به تعهد و تجارب و تخصص شما و بعد اون آدمی که نظر به تعهدش در واقع گذاشته اونجا الان بازدار شده <applause> آره یه تو زیرت رو افتادم دیدی این درست گفتم با استرس گفتم و یه هفته خونده بودم یه <applause> <applause> هفته خونده بودم بازم با استرس گفتم آره دیگه برای اینکه بیشتر از این قرقمون نکنه گفتم که عبور کنیم بعد ساعت ها کنم میشه در حرف زد فقط دارم میخواست آره به اون به اون ذهنیت هایی که فکر میکنن کمه باید بیشتر گفت بگم خب بیشتر تا کجا میشه رفت ما پشت پرده نیستیم ای کاش آرمن یا هر کس دیگه میتونست قاطع و محکم بگه فلان تیمو قهرمان کردن ما حداقل نیستیم ما باعث شادی نصف جماعت شدیم ای کاش من میتونستم بگم ما هم این پردیم یا یکی میگه این نکونام خیلی فلان کرد کم بهش نقد کردید بابا ما نکونامو اینجا حد زدیم تو چون متعصبی توقع داری اعدامش کنیم بعدم رفت انسان دیدی که دو روز گذشته آرومتر شده گفت از رقبا عذر از میخوام یه چیز آرومتر و منطقیتری منتشر کرد همینه نمیشه اون همه رفت اون طرف پایستاد نمیشه اون همه اومد این طرف پایستاد اسمش وسط بازی نیست اسمش اینه که درباره چیزهایی که نمیدانیم خیلی اظهار نظر نکنیم و افراد نکنیم بریم به نظرم بیایم منم این عینک رو تمیز کنم درباره مسائل فنی صحبت کنیم آره اومدیم که آدمای فنی باشیم حسام محسنیان هم راستی اینجا سیاد هم اول بگم سلطان اعداد حسام اینجا اینقدر پای سرش حرف زدیم که اومده اینجا نشسته شاهد باشه عوضش سالسان نیست اه. از کجا شروع کنیم؟ از آخر به اول؟ از اول به آخر؟ اول اگه تو باشی که از آخر شروع میکنید مثل همیشه <تصفیق> بابا ولی... بعضی از فیلم سینمایی هستن صحنه حساس جذاب اون آخرها رو میذاره بعد میره فلاش که تو رو نگرت داره که از کجا به اینجا رسیدی ولی آره از اول که اومدیم اینجا من اینکه اسکواد رو بستن لیستاشون رو بستن و تحلیل کردیم و خیلی یادم نیست چی گفتیم ما بعد چند هفته رفتیم جلو رو یادمه که سپاهان رو به سیاست ستایش میکردیم میگفتیم سپاهان قشنگ دو قدم جلوتر از استقاد و تا قبل از اینکه اون اتفاقا براش بیفته و اول فصل ف... فقط میلاد زکی یادمه که بعدا هم یادمه چه بدایی سرش اومد که اون <تصفح> پیش بینی درست در نیومد بگو آره اول فصل چی بود و کجا رفتیم و بعد دیگه میاد تو داستانت خب شروع فصل ما پیش این بود که احتمالا لیگ به این صورت میره جلو که سپاهان و پرسپولیس واسه قهرمانی میجنگن استقلال و ترکتور واسه سوم چهارمی با توجه به اسکوادی که دارن و به حال آشنایی که مربیا با تیمشون دارن و اینها و احتمالا گلگوهر و زوبان هم واسه پنجم خب سپان خود از موضوعیت افتاد تا اون موقعی که داشتیم راجع به سپان صحبت می‌کردیم یعنی اون قسمتی که گفتی یه برش اول لیگ رو تقریبا تحلیل کردیم سپان واقعا فوتبال بهتری از همه تیم‌های لیگ داشت بازی میکرد چه به لحاظ اقتدار خب یعنی اینکه بازی رو برنده بشه چه به لحاظ مدرن بودن فوتبال اینکه جزئیات فوتبال درست باشه تنوع داشته باشه و به روش‌های های بروزتری در واقع واسه خلق موقعیت استفاده بکنه نسبت واقعی تیم‌ها ولی خب اتفاقی که واسه پان افتاد یعنی اتفاق بیرون از زمین بود بخش زیادیش یه ضعف رو توش دیده بودیم وقتی که تیم بسته بودن اینکه این خط دفاعی متناسب با اون توقعی که سپاهان از لیگ داشت نبود تو لیگ قهرمانان قصه فرق میکرد قرار بود مرکز سقل سپاهان یه خورده عقبتر باشه ولی تو لیگ سپاهان تیم دامیننت لیگ بود قرار بود که مرکز سقلش خیلی دور باشه از دروازش و این مدافع مناسب این کار نبودن جدا از این مدافع ها مسئله دیگه یعنی شما جدا از سرعت ذاتی مدافعا پوشش دادن مسئله دیگه ای که تو این فاز از بازی که پاشناشیل سپاهان تو لیگ امسال بود میتونه بهتون کمک بکنه اون ساختار اصطلاحا رست دیفنس ساختار پشت توپ وقتی که دارید حملهتون رو شکل میدید این ساختار تو نیم، نیمه اول لیگ برای سپاهان تا حدود درستی داشت کار میکرد با مهره محوریش محمد قربانی که قربانی بیش تو نیم فصل اول بیشترین دقایق بازی رو با سپاهان داشت فکر میکنم همه دقایق بازی کرده اگه اشتباه نکنم خب این بازیکن فروخته شد بازیکنی که الان میبینیم به حال لول ملی داره یعنی امید اول در واقع پستی که سعید اللهی داره توش بازی میکنه امید اول اینه که بتونه نزدیک بشه به سعید عزت‌اللهی این پستی که ما واسهش ذخیره خوب تو این م... تا حالا نداشتیم تو این مدت ذخیره خوب اونجا داشته باشیم خب این ترانسفر شد از اونور یه شیش بالوینر یا یه شیش هولدینگ خریداری نشد این سپاهانی چه این بازیکنی رو تو این فصل نخریدن و بازیکنی که دیگه از اونجا به بعد میمد پست شیش سپانو بازی میکرد برندابا بود که تو این فاز از بازی خیلی عملکرد ضعیفی داشت البته من عمیقا دوست دارم که تو لیگمون بمونه چون چیزهای بسیار زیادی برای یاد گرفتن تو بازیش هست <applause> مدلی که تو زیر پاش نگه میگاره <applause> اصول بازی پوزیشنال بازی مالکانه رو میتونه یاد بده به کنم اون جوری که از بدنش استفاده میکنه هول <applause> توپ ولی سردی تو مخی هم داره اون لحظات آره ولی بالاخره نیمه باز نشسته است یعنی اون فشار روتوپی که شاید واسه پیرانهای بزرگتر میداشت واسه دستموزده بزرگتر موقعیت های بزرگتر میداشت و اینجا نداشت خب این خلاه نبود این مهره نبود مهره مخصوصا تو پست شیش خیلی, خیلی 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 مهمه تو گلگوهر بهش میرسیم خب از دست دادن مهره تو این پست خیلی مهمه مثالش سیتی گواردیولاست خب که اگه رودری دو هفته دیگه مصدوم بود احتمالا لیگ کنفرانس بازی میکردم امسال دیگه همه بازی‌هاش داشت می‌باخت بدون رودری این اتفاق بود که واسش افتاد این همزمان شد با راکتایی که آرمن صحبتش کرد که همطور پشت پشت هم به شکل‌های مختلف یعنی اومدن ازش امتیاز کسب کردن دیدن که نه کارگر نیست مثلا خب بذار شش تا بازیکنشون رو معروم کنیم بعد شش تا بازیکن تو شبی که تو شب بازی که اصلا مورایی صد تا تو کنفرانس بعد از بازی نمیاد بگه آقا چرا بازیکن ها کرد گفت چرا گفت چرا الان یعنی من الان اگه صبح بخوام بیارمشون که اینا روز بازی مسافرت کردن به دردم نمیخورن شب بخوام بیارمشون که الان اینا دیر خوابیدن باز فردا به دردم نمیخورن حداقل مثلا یه خورده زودتر میگفتید من بازیکن جوونمو بیارم ات... رفتن مدیر عاملشون. و اینکه حتی یک بخشی از لیگ یک برشی از لیگ سپاهان چیزم نداشت یعنی مدیر اصلا مدیری نداشت بالا سرش عملا کسی نبود تو این باشگاه که کار مدیریتی رو انجام بده یعنی رها شده بود و باشکا. اون شوکی که سر لیگ قهرمانان اون مدل اتفاق لیگ قهرمانان داستان الاتحاد اون اون خیلی اونم ضربه بود بعد ده. اون حواشی مربوط به ماجره مورایس که یهو یه ماجرای زندگی شخصی مورایس که یهو یه گور گرفت و اونم تا حدودی یعنی بالاخره ضربه آخر رو زد سپان غرق حواشی شد یعنی واقعا آرمن درست میگه اگه قرار یک کیسی رو تو لیگ امسال بیایم بررسی کنیم ببینیم چه اتفاقی براش افتاد اون تیم سپاهانه چون همچنان مم میگم همچنان معتقدم فوتبالی که سپاهان تو مخ... کل لیگ بازی کرد مخصوصا تو شروع لیگ که تا هنوز تیمشون به هم نریخته بود و میشد رد در واقع اون بازی خوب رو کامل مستمر در طول بازی تو تیمشون دید نزدیک ترین برخورد فوتبال ایران با فوتبال روزه نزدیک ترین برخورد فوتبال ایران از موقعی که من دارم فوتبال رو میبینم با فوتبال روزه اتفاقی که تو یک سوم اول لیگ بر سپاهان افتاد مکلو. بعد این آخرها مثلا این پنج یک روز آخر اون گلای خوشگل این به اون نزدیک بود یا باز از اون پایین تر بود خیلی واقعیتش اینقدر دیگه لیگ رفت تو هم من فرصت نکردم خیلی دقیق بازی رو روزای بیدن. آخر رو خوب تموم کردن دیگه به نسبت آره آبرومن تموم کردن حالا جام ازویر هم دارن تو ادامه کارشون ولی اون چیزی که میشه برید یه خورده مطمئن تر بهش صحبت کرد یه خورده ناخالصی توش کمتر باشه اون همون یک سوم اول لیگ اونجا سپاهان واقعا یه سطح دیگری از جزئیات فوتبال به نمایش گذاشت نتایجش هم که دوازده بازی اول ده برد، یه مسابقه آره. باخت بود آره. و اون یه آ... اون وسط داشت یه آمار جالبی هم که هست این که فکر میکنم مجموع گل زده و خوردهش امسال 79 تا گل شد خب که حالا جدا از خط حملهش امید گل با اختلاف بالاترین تیم لیگ بود حالا تو اون صفحه مربوط به لیگ برتر تو آمار تیم ها تو 360، خود اپلیکیشن 360 هست دیتاش میتونم ببینم با چه اختلافی نسبت به دومین تیم تو خلق موقعیت موفق بود تیمی که از یه جای یعنی از یه جای به بعد لیگ دیگه عملا لیگ واسش از دست رفت ولی ها اینو خواستم بگم که 79 گل واسه کسایی که فوتبال دوست دارن خب یعنی اینن که آقا ما فوتبال جذاب و اینو دوست داریم این اون کیسی بود که باید ازش الان مراقبت کنن سعی کنن که این پروژه ادامه داشته باشه خب چون مشخصا پروژه که کاملا تحت فشار و تحت حمله است که از هم بپاشه این اون پروژه که باید حمایت کنن که ادامه داشته باشه اگه قرار تغییر, تغییر تو لیگ اتفاق بیفته 79 گل تو 6-7 سال اخیر فقط یه بار تو فوتبال ایران اتفاق افتاده که یه تیم بازی 79تا گل داشته باشه فصلی که استقلال با استراماچنین شروع کرد آه 79تا گل یعنی فوتبال رو نزدیک کرده به اون چیزی که من و تو دوست داریم یه چشمای غیرمثلقی پسنده یه جایی یه تیکه انداخت من رو تو منظورش آره. کسایی که ادعا دارن فوتبال فلان آیا داشت میگو <laughs> نگاهش میگفت کاش اینا بغل هم نشسته بودن یه تیر هارو بشه نه من واقعا به بزرگ و بزرگتر اهانت می‌کنم من دارم من تو هم موافقی با اینکه این همه اقراقامیز خوب بودن در اینجا ریشهشون رو زدن که تو زودتر از ما گفتی موافقی حالا یه چیزی بگم لیگ انقدر طولانی شد و انقدر اتفاقات غیر افتاد اصلا بررسی روند تیما رو سخت میکنه مثلا همون سپاهان چند تیکه شد یعنی هر کدومش یه تیم جداست خود پرسپولیس رو میشه دوره یه یه یحیاشو یه مقایسه زمان. کرد با تیمی که بعدا سه چهار تا بازیکن اضافه شد اصلا آره. از این رو شد یا خود استقلال دعوایی که داشتن خود تراکتور خمسش یه تیم دیگه بود بعد اصلا پروژه کنسل شد و یه شبه اصلا تعطیل شد و حالا یه تعطیلی طولانی برای تیم امید داشتیم اون خیلی فکر میکنم تیما ریتم تیمار رو انداخت لیگو خراب کرد که الان بعدا فدراسیون هم ظاهرا پشیمون شده بودن که اصلا به خاطر اون مسابقات خواستن تعطیل کنن ولی خب حالا اگر بخوایم الان سپاهان رو صحبت کنیم همون حالا مو 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 موضوعی که قبلا اشاره کردم تو بخش اول مثلا یه تیمی میاد اینقدر هزینه میکنه مربی یه میلیون دلاری شما میارین نصف تیم ملی اونجا جمع میکنین و من خودم فکر میکردم سپاهان مدعی اصلی باشه با توجه به یارگیری که کرده بود ولی خب اصلا یه اتفاقاتی میفته که واقعا پروژه از, ب... از بین میره و حالا سال بعد معلوم نیست اصلا مربی کی باشه دوباره نصف بازیکن ها قراره برن و راجبه حالا کورس قهرمانی بخوایم صحبت کنیم خیلی نزدیک بود معمولا وقتی با یه امتیاز قهرمان مشخص میشه خیلی سخته بگی که کدوم تیم شایسته تر بود یه مقدار فکر میکنم این سوال سوال درستی نباشه الان چند وقتم دیدم خیلی زیاد میپرسن شبیه چیزی که حالا توی لیگ برتر انگلیس اتفاق افتاد که حالا با یه امتیاز این ورومر شد مثلا حالا اون ضربه سر استقلال که به تیر خورد اون اگر گل میشد مثلا کل تحلیل ها تغییر میکرد این ور اگر مثلا پرسپولیس بازی آخرانه میبرد قرار بود حمله بشه به اسمار خیلی نزدیک بود و نمیشه واقعا گفت کدوم تیم وقتی یه امتیاز فاصله هست کدوم تیم شایسته تر بود از همون سپاهانی که از بین رفت فقط اینقدر فاصله داشت که بگیم اون موقع هم داشتیم میگفتیم و اینکه که بگیم شایسته قهرمانی بود بعد که این شکلی شد و فکر کنم نیم فصل اولم استقلال از پرسپولیس بهتر بود و میشد گفت تا قبل از اسمار خب همین به ببین پرسپولیس نیم فصل دومش انقدر درخشان بود که نمیشه مطمئن گفت که اگه اون سپاهان پروژش ادامه پیدا میکرد لزوما شاید سپاهان اگه پروژش ادامه پیدا میکرد اندازه استعاب پرسپولیس در پایان فصل امتیاز می آورد خب نه لزوما خیلی بیشتر خب سپان تیمی بود که از کورس رقابت جا موند واقعا احتمالا یه بخشش دلیل فرامتنی داشت یا بخشش هم گفتیم این مربوط به آسیب پذیری این تیم تو فاز انتقال منفی و اون ساختار رستیفنسش بود و اینکه مهمترین مهرش تو این فاز رو از دست داد جایگزین نتونست بکنه پرسپولیس خب نیم اول راجب این صحبت کردیم که, که تیم پیری داره احتمالاً مصونیت میاد سراغش این پا به گذاشتگی تو دوره رفت حالا در قالب همین مسئولیت های متعدد خودش نشون داد تو دوره برگشت تو در واقع در قالب فشار رو توپ پایین درست بازی کنه مثلا پا به سن ای داره مثل وعید امیری که هنوزم جز دونده بازیکن‌های بازیکن های لیگن هنوزم وقتی از مسئولیت برمیگرده باز بهترین آمارها رو داره تو دوندگی ولی در مجموع این تیم مشکل فشار رتوب داشت خب این ضعفش <تصفح> <تصفح> اما یه هو یه عجیبی اتفاق افتاد تو پرسپولیس تو نیم فصل مهمترین مسئله اینکه که پنجره نقل و انتقالات رو برد پرسپولیس نیم فصل نقل و انتقالات رو برد خب دو تا تیم تو زمستون هر چی که به دست آوردن تو اون پنجره زمستونی به دست آوردن یکیش پرسپولیس یکیش استقلال خب پرسپولیس مسئلهش این بود که همون پنجره باعث سقوط ما ببین پرسپولیس خب مسئلهش این بود که چند تا بازیکن خیلی خوب گرفت مهمتریناش خب همون ای سال که و, و کریم و که مستقیما اومدن تو ترکیب اصلیش از اونور به مجبور شد با یحیی خدافزی کنه خب یه, یه مسئله ای هست یعنی من اگه بخوام راجبه بت... چون اصلا این سوال فساد و اینا حول این پیش میاد حول این سوال پیش میاد که آقا تو جایی که هیچ چیزی که فاسد نباشه پایدار نیست چجوری قهرمانی پرسپولیس تداوم داره خب یعنی از این سوال پیش میاد جواب فنی که من بهش میرسم تغییر کمه خب پرسپولیس خیلی تغییرات داره توش درست اتفاق میافته حالا این ممکنه یکی ای بیاد بگه آقا همینم دستکاری میشه مثلا تو تیم دیگه دستکاری میشه برای مثال استقلال حالا فراد مجیدی قهرمان شد خودش رفت خب یعنی بعد شانسی استقلال بود ولی ساپینتو قراردادش تمدید نمیشه و الان ساپینتو نمیتونه برگرده چون محرومه این ساپین تو با محرومیت ایران رو ترک کرده دیگه با چند ماه محرومیت چهار ماه سه ماه محرومیت گذشته دیگه چهار ماه باید بیاد کنار زمین بشینه یعنی باید فکر کنم تو قرارداد باشه دیگه ها فکر کنم گذشته باشه الان نمیدونم اون رو دقیق ولی آدمی که اینجوری خب. چند جلسه نه خب الان آها می‌خواستم محمدی چه جوری میشه 6 جلسه جلسه اگه بره بیرون سه سال بعد برگرده ایران اجرا میشه مرتضی پورایی یه کارت قرمز بعد از 8 سال پس داد آره فکر کنم اینقدر محکم دارم میگم حدسامه می <applause> فکر کنم اینجوری حفظ نشد، الان هم خب زمزمه تغییر تو استقاق خیلی پررنگه دیگه ولی از اونور پریس پولیس اه... ت... یعنی بعد از اینکه در واقع یهیا میاد و اینها یعنی الان که تغییر تو نیم فصل مجبور به تغییر میشن تصمیم درستی میگیرن دستیار یهیا رو میذارن، هرچند اینجا هوادار، م... یعنی هوادار که نه بیشتر از اونها رسانه که خوراک میده به هوادار اصلا این دیده رو نداره که آقا فلانی که دستیار بوده خب مثلا مورایس دستیار بوده دیگه حالا درسته قبل از ایران چند جا سرمربی بوده ولی نقطه پررنگ کارنامش دستیاری مورینیو تو رال مادرید و چلسی و اینتر میلانه خب برانکا اگه خاطرتون باشه موقعی که از دستیار میاد میشه سرمربی تیم ملی چیکارا که نکردن رسانه که آقا این که دستیاره چرا گذاشتیدش عثمان هم با همین فشار اون اولش مواجه شد خب یه شروع خیلی بدم داشت ولی مسئله اینه که تغییر از یحیی به عثمان خیلی تغییر کوچیکی بود اما عثمان هرچند یه خورده تیمش به لحاظ دفاعی متزلزل تر شد که البته با خوششانسی آسیبی به تیمش نرسید در اثر این اما تیمش تو فاز هجوم یه های اصلا آپگرید شد یعنی اینقدر خوب و متنوع موقعیت می ساخت. که من ف... نمیدونم شاید میانگین نیم فصل دوم پرسپولیس که امید و گلش برابری کنه با کل فصل سپاهان خب یعنی پرسپولیس به هر حال تغییرات 28 درست ای بود درسته تغییرات خیلی تدریجی و درستی توش اتفاق افتاد و بهره اونا رو برد دیگه عملا رضا اورونوف از بهترین خارجی های این سال‌ها ها هست از اون جمله‌های جذاب هجنگیز که در برس پاهان گفتی میشه در برش گفت یا نه هم بهترین خارجی ها مثلا همین امسال هم مثلا من شاید. یه مثلا حمله داشتیم تو این چند سال تو تیم منتخب که نبودش تو نه. تیم منتخب نفر اول و دوم خارجی در واقع اورونوف اورون... ولی, ولی اورونوف نیست نه نیست نه بر... اه... نمیشه پتانسیلش رو میشه گفت خیلی پتانسیل بالایی داره یعنی از این بازیکناست که حالا ممکنه چند سال دیگه توی تیم خیلی بزرگ ببینیم مثلا مدل فورواردی که اومده بود استقلال مام که مثلا مم. رفت اینم واقعا اصلا فراتر از فوتبال ماست فکر کنم ساعت لیبر تکنیکش ابراهیم توره که بعد رفت فرانسه و اینا آره تمیروف خیلی وقت <applause> آره خیلی خیلی عجیب خوب بود و اصلا تعجب کردیم آیا یه نکته بگم تو زمستون پرسپولیس بودی و خریدای خوبش اون هم یکی از نواتیه که ما با مشکوک باشیم ما الان مشکوک میگیم و به که مشکوک باشید بهت حال کنیم ولی یه جوری اول فصل کریم واقعی بعد یحیا با اون داستانا بعد پرسپولیس خریدایی میکنه که در تمام این سالها آرزو شدشتن. مثلا پرسپولیسیا که تو اول فصل تا خرید به این خوبی داشته باشن تو نیم فصل. کدوم پنجره استونی رو پرسپولیس این شکلی گذرونده مثلا تو تمام این سال ها می ببین من یه چیزی هم بگم در تکمیل این چیزی که رضا در اونده صبات گفت ببین الان تو این دعوایی که استقلالی و پرسپولیسیا دارن هواداراشون یه سریاشون خب در عین حالی که بیسش جرزنیه ولی یه هوشمندی هم توش میبینی مثلا الان به نظر من یه وقت چون پیگیری می‌کنم اینم استقلالی ها به قورشون هم درسته ها میگن آقا اونور خیلی ثبات هست و اینور خیلی بی‌ثباتی مثلا یک الان به بهونه این گاف عجیب غریبی که درویش داده خیلی دارن فشار رو میزنن رو اینکه درویش بره از پرسپولیس با این امید که رفتن درویش یه ذره بی‌ثباتی رو ببره اونور چون الان میگن آقا موقعی که درویش اینجا بوده ما پنج تا مدیر عامل عوض کردیم دیگه فکر کنم تو همین مدتی که دو سال و نیم سه سالی که درویش هستش استقلال پنج تا مدیر عامل عوض کرده البته که قبلا هم پرسپولیس یه دورایی داشته که اونم خیلی مدیر عامل عوض می‌کرده و اینا آره درویش رکورد خود پرسپولیس رو فکر کنم آره ولی به هر حال میگم که اینم یعنی هم داخل هم تو زمین این ثبات بوده تو نیمکت و اینا هم بیرون هم این بوده دیگه یعنی بالاخره این هم چیز کمی نیستش استقلال مثلا همش داستان داشته تو همین هیئت مدیره تو یه سال چند دفعه عوض شده تو یه سال سه دفعه عوض شده دیگه یعنی سرمربی اومده با یه کسی دی با آقای حجت کریمی اومده چند روز بعد حجت کریمی رفته اونی که دعوتش کرده یکی دیگه اومده رفته تو دعوا باش تو همون هیئت مدیره دوباره یکی دو نفر جدا شدن یکی دو, دو نفر دیگه اومدن و دوباره آخر فصل یه اتفاق دیگه ای افتاده واقعا به هر حال یه بخشی از این قهرمانی و موفقیت رو میتونیم بذاریم به حساب ثباتی که بیرون از زمینم بوده در مورد اون چیزی هم که تو میگی که نیم فصل چه اتفاقی افتاده ظاهرش اینه که حالا چیزی که خود باشگاه میگه باشگاه پرسپولیس اینا میگه،, میگه آقا ما بنامون بر این خریدا بوده که نیم فصل این کار کارو بکنیم ولی خب کسایی که یه جورایی طرفدار یحیان میگن که بعید نیست اگر یحیا میمون مثلا همچین خریدایی نشه براش امه. میگن که زمانی قرار شد این خریدا انجام بشه که یحیا در واقع رفتش در مورد یکی مهمترین خریدا که اورونوفه اورونوف واقعا محصول دعوای این تو استقلال بوده دیگه حالا مدیر عامل پرسولیس اگه بیاد توضیح هم بده بگه آقا نما ما خودمون قبل از اون زودتر از اونا نگی قابل انکار نیست که ورونوف قرار بوده بر استقلال وسط اون دعواها یه دفعه مثلا مدیر برنامهش دارم پیشنهادش میده به پرسپولیس میگه آقا همچین بازیکنی هست و اونام رو هوا میزنه کنم بعد شانسی نکونام هست اگر یه درصد فکر میکرد انقدر قرار بازیکن خوبی باشه جور آره از دست نمیداد حالا علی منصوری <applause> علی منصوری هم سالی که تو استاد تیمی واسه یه دیگه هر کی پرسپولیس پرسپولیس لیستش میمد که تو فوروارد کاوه رضایی یا آرش افشین رو میخواد بعد علی منصوری دو تاشو میخرید دوت تا <applause> یک و دو رو میخرید آره طرح... بله. اون تایی میگه وحید امیری اومده و اینا میگن وحید ما باش توافق کرد و اینا علی منصور بود دیگه اونم اونم هم از همین مدل بوده ولی نتونسته در آخر پیچیده به اون رو به ایرانوند که مدعیه میگه که من آوردمش پرسپولیس اون مسابقه آخری که به عادل داره میگه پارسال که البته در مورد رفتنش به استقلال کلی روایت های زد و نقیز میگه دیگه از یه سمت میگه که رفتم به وعید گفتم گفتم تو نذاشتی من برم استقلال وعید اومد به من گفت گفت تو نذاشتی من برم استقلال منم نمیذارم تو بری استقلال بعد دوباره میگه که نه من اول من همون موقع به همهشون به بچه ها گفته بودم نمیخوام برم استقلال دوباره میگه رفتم با هیئت مدیره استقلال نشستم به جواد نکونام صحبت کردم کلی روایت اینجوری است ولی اون داستان وعید امیری و اینجوری که بیرانوند میگه انگار بیرانوند نذاشته بر استقلال آره رز... تو پرسپولیسیم دیگه ها تو پرسپولیسیم رضا جایی از فصل بود که فکر کنید دیگه پرسپولیس قهرمان نمیشه چون من اینجا یه بار گفتم خب من که گفتم باعث میشه بشن این که کی... <تص> چی انقدر مصدوم داد و انقدر به هم ریخت اوزا من گفتم این مثل ماشین خرابیه که به مقصد نمیرسه و دوباره تعمیر تعمیرگاه امیدوار به سادی دیگه باشن آره اول فصل خیلی داشت ضعیف عمل کرد پرسپولیس اصلا مشکل جدی خلق موقعیت داشت نمیتونست یعنی تیم توپ داشت ولی نمیتونست موقعیت خلق کنه ولی خب خیلی زود بود واسه نتیجه گرفتن که تو اول فصل بگی آقا این تیم دیگه دیگه قهرمان نمیشه هنوز پنجره در انتظار بود و تغییرات دیگه نه به نظرم همیشه پرسپولیس هم پرسپولیس هم استقلال به هر حال از اول لیگ. فاصله با قهرمانی اونقدری نشد که لیگو از دست بدن حتی <تصول> دقیقه هشتاد بازی آخر بازم فکر کردین قهرمان میشن پرسپولیس خب کم از دقیقه یک ولی باز من فکر می‌کنم پرسپولیس بازی رو میبره آره اینا دقیقه 96 هم قرار بود نه اتفاقا این بازی آخرش اینقدر بازی مسلطی نبود آها نه. نه بود رضا داره, آه. داره. آه. میگه با شیبی میمدن پایین دیگه آره من میگم الان اگه بخوام پیش بینی کنم سه تا بازی آخر رو واقعا سه تاشو قبلش سه تاشو برد پرسپولیس گذاشتن الان نمیذارم سه تاشو فکر می کنم هر وقت گولسیانی رفته فوروارد گل زده یعنی هر وقت این کارو مربی کرده گل زد یه بار هم بود یه بار این بازی یه هم. یه بازی دیگه هم بود فکر میکنم واقعا اون تعویزه خیلی کمک کرد محسن مم. حالا یه چیزی درباره پرسپولی صحبت میکنی من فکر میکنم یه بیانصافی در حق گل محمدی داره میشه این روزها خیلی دارن مقایسه میکنن تیم نیم فصل اول و دومو خیلی نقش این ستا بازیکن خیلی پررنگ بود یعنی قطعا اگر فصل رو با این ستا بازیکن شروع می‌کرد خیلی نتایج بهتری میگرفت یا گل محمدی علاوه بر اون پور علی گنجی و یاسین سلمانی رو هم از دست داد از که دست داد امیری هم بود. بود. آره آره. و یه تصویری هست یکی از بازی لیگ قهرمان ها فکر میکنم خیلی عجیب بود باور نکردنی بود که حالا بوتری پرت کردن سمت آره. مربی که حالا تیم و پارسال قهرمان کرده باری. بود. خیلی صحنه تلخی بود و واقعا اصلا یعنی فکر ما حقش این نبود هم. مربی که تیم قهرمان کرده بود و خیلی زود پرت میکنن آرم تو ایران نه نسبت عثمان هم استقلال خوزستان باخت میباخت بوتریا اومده بود و خود خود, خود بیرامن میگه... میگه میگه اگه اون بازی رو ما میباختیم شعار میدادن علیمون و حتی میگه هفته آخر هفته آخرم خودش پیش اینه این که اگه قهرمان شدن اینجوری تموم نمیشد قاعدتا تو بازی استقلال خوزستان اصلا آره. شعار دادن دیگه آره. اونجا شعار دادن آره خود به ایران داشت با کنشنش میداد یا تو فکر کن بازی آخر میگه قهرمان نمیشدن ما سالها داریم تحسینش میکنیم بابت اون بازی راهن و سال اول برانکو خیلی مورد استثنایی بود یعنی تیمی که او برانکو آورده بود و خیلی بعد از سالها پرسپولیس خوب نبود این یه تیم جذاب ولی بعدشم یادت باشه ما نمیدونیم اگر یادم ما نمیدونیم اگر به جای استقلال خوزستان استقلال تهران با بابا... پرسپولیس رقابت میکرد آیا باز هفته آخر آره. تشویقش میکردن یه دربی هم برد یه دربی آره هم برد در یه دربی هم خوب برد آره این نکته بود ولی خب از اون این اینم بود که ده سال بود تشنه جام بودن و آره. قهرمان نشده بودن اولی ولی نز خیلی نز یه پرسپولیسی بعد خیلی آروم تر دیگه تیمش بیا تو رقابت با یک امتیاز اقتدار جامو بده این هم سال این همه جام برات گرفتیم دیگه بس دیگه توی تو سریال افیت ایران یه صحنه از پژمان جمشیدی داره با با مال. پیمان عادی صحبت میکنه بعد قسمت اینه... آخرش نه همون وسط تو که دارن میگیرن دارن فیلم میسازن میگه اینو به با عنوان بازیگر تو کار کارگردان چیز میکنه میگه اینو اینجوری بگیریم بهتر نیست میگه نه میگه میفروشه ها میگه خب تو کم فروختی مگه <تصفح> بلمون کن بابا بزن ما کارمون تو کم فروختی مگه بابا اون هواداره پرسپولیس که الان میخواد بیاد بطری بندازه تو کم چم, چم گرفتیم مگه بابا بابا بلمون کن بس دو تا تیم های دیگه میگیرن تیمت هم که تو کورس مثلا افتضاح هم, خب هم که به بار نیورده هواداره ایرانی رفتارش عجب غریبه واقعا خب اون عدم اطمینانی هم که به اسمار داشت که از اما اولش داشت تا آخرش هم میگم اگه بازی آخر جامو از دست میداد احتمالا تمام انرژی ها میرفت پشت اینکه که ادامه نده اسمار و پرس پولیس. خروجش اینه این حرف رو چندین بار رجوعی صحبت کردیم که آقا نباید بشینیم یه تیمی لیگ رو ببره یا قهرمان بشه جام رو به دست بیاره که بگیم برنده بود خب یعنی الان به چشم من استقلال هم برنده بود امسال واقعیتش از این حرف های خیابانی و اینها نیست خب واقعیت اینه که آقا خب، تیمی که 60 صفحه امتیاز آورده برنده است دیگه و اینکه من نگاه میکنم میگم آقا این مثلا چند،, چند هفته آخر اگه بذاریم هزار بار تکرار شه تو خیلی حالتش استقلال قهرمان میشه تو خیلی حالتش استقلال قهرمان میشه خب چجوری میخوای به این بگی بازنده اصلا نمیتونی اسم بازنده روش بذاری پرسپولیس هم میخوام بگم نباید در جعبه رو وا کرد تا ببینی گربه زنده است یا مرده قبلش باید تصمیم بگیره اگه اون موقع تصمیم نگیری جایزه دیگه مال تو نیست خب و اتفاقی که اتفاقی میفته برات که الان افتاده که قرارداد عثمان باید مثلا موقعی که هنوز عثمان مطمئن نبود که پیشنهاد بهتری داره تمدید میشد اصلا گیرم تمام این هم که صحبتش میشه بازار گرمیه خب ولی تو الان اونو تو موقعیت قرار دادی که میتونه مثلا 800 تا ازت بگیره دیگه مربی که مثلا میشد با 300 تا این حالا ضعفیه که معمولا مدیرای ما دارن مثلا میشد اونو با یه بند تمدیدی توی قراردادش گنجون که در صورت قهرمانی مثلا تمدید میشه یا نه معمولا این گاف رو میدن که باره. یا از اون بر گاف میدن یک سال و نیمه مثلا میبستن یا رو چیز به در بخوری در مثل این بازیکن بانجلا میشد که مجبوری 400 هزار دلار بدی ردشون کنی؟ یا حالا این دفعه از این ور شده دیگه این دفعه از این ولی برشاده. خب اون فورس نیفس رو الان نداره پرسپولیس که محدودیت وقت داشته باشه هاش کمتر باشه اگه قرار باشه یه عدد عجیب غریب به اسمار بخواد بده میتونه یه مربی با کیفیت‌تر رو بیاره با همون یعنی انقدرم دستش بسته نیست فکر میکنم مثل نیم فصل قطعا باید خارجی بیارم به نظر من روز گزارش خوندم که ستو گزینه ایرانی براش نوشته بود ولی همهشون عجب غریب و نشدنیه یکیش که محرم نوید کیاست که سالهاست داره میگه ما اصلا اومدیم تو فوتبال که حال تهرونیا رو بگیریم پرسپولیس <applause> استقلال فلان بشه خلاص بوت سپا حالا دیگه اون احوالات دوران بازی رو نداره تو نمیدونم گفتون دیگه یعنی فکر می‌کنی محرم هیچ وقت ممکن نیست بیاد استقلال خیلی بعید میدونم غیر از اون چی پیشنهاد بهش چرا نه یکیش علیدایی که اصلا بازگشتش به فوتبال بعیده و یحیی نیست روش کوزینا نه تو اینا که خوندم نه بعد تو شنیده ها هست اون علیدایی منم شنیدم حالا خیلی هم بعید نیست حالا میتی تارتاره که فکر کنم رفت فولاد دیگه علی و کسی بخواد برگردونه قطعا دوست علی نیست یعنی کسایی یعنی که الان الان از این موقعیت الانش خوششون نمیاد یه جای خوبیه و همه باهاش حال میکنن آره، یه نفر میخواد با. برش گردونه خرابش کنه احتمالاً تو کسی میخواد داری دوباره وسط نیست. این دعواها و این جرزنیا دوباره اینو خراب کنه آره نظر من اینجوریه یه پرسپولیس تا نشدیم یه چیزی بگم من در مورد فصل بعدش که چه اتفاقایی ممکنه بیفته تو اسکواد و ایناش هم یه صحبتی بکنیم الان یه از داستاناش خط دفاعشه گولسیانی که احتمالا بحثش هست که ممکنه تمدید نکنن چون میگن که این مصومیتش خیلی مصومیت جدیه این دو تا یکی دوتا بازی آخرم خیلی با زور آمپول و اینا بازی کرده پس برمیگرسه سپاهان با... و میگن ممکنه یعنی ب... قبل از گل قهرمانی ظاهرا بحثش این بوده که ت... تمدید نشه به اضافه اینکه خیلی اگه قرار باشه که نگرش دارن رقم سال بعدش مثلا من شنیدم 650 700 هزار دلاره 650 تا هزار دلار باید اگه بخوان نگرش دارن احتمالاً مثلا یه رقم اینجوری بالا میره مرتزاد از بر برمیگرده ولی فکر کنم دو بار ربات داده نمیدونم چقدر میشه روش حساب کرد مدافعی که تو این سن و سال دو دومین رباتش رو داده و خب فرجی و احتمالا رد میکنن یعنی میمونه یه کنعانی زادگان و حتما باید از رو دوست داری رد کنه نه آقا بود واقعا رد کرده حساب کردی ولی بحثش بود که ممکنه ردش کنه حتی بحث نعمتی هم بود ولی ظاهرا در نهایت به این نچه که نعمتی به نگردن اینا اینا بحثایی بوده که با اسمار داشتن یعنی ظاهرا جنبندی بحثا با اسماره که یه اتفاقا اینجوری تو دفاع بیفته تو دفاع زارن خیلی نیاز دارن که دنبال مدافع باشن پرسپولیس نمی میخوایم وارد این بشیم که چیکار باید بکنن واسه فصل بعد آره من فکر میکنم آخر وارد میشیم ولی الان وارد شدیم دیگه بدون امانگی من چیزو. من فکر میکنم که آفک دفاعی هایی که یه خورده تو فاز دفاع جدی تر باشن هم لازم دارن یه مهاجم تیپ دیگه هم لازم داره حتما پرسپولیس مهاجم حتما الان مثلا یه بحثی هست که علی پور خب و اون تا ها فکر میکنن که اگر قرار باشه سهمیهشون 19 تا بازیکن باشه این سهمیه 19 بازیکن تغییر نکنه چون الان ظاهرا چند تا از تیم ها درخواست دادن که آقا حداقل استقلال پرسپولیس که برای لیگ نخبگان یه استثنای قائل بشید که تعداد بازیکن های زیر بالای در واقع چیز و بالای 23 سال و 23 سال بالای چند سال ۲۳ که نداریم بزرگ سالو بزرگ سالو در واقع از 19 تا بیشترش کنید چون ما داریم میخوایم بریم رقابت کنیم با الهلال و با الاتحاد و با کی و کی و با, نوز با با 19 تا بازیکن سخته و یه آوانسی به ما بدید ولی میگن که اگر این آوانس رو قائل نشن اون وقت اضافه کردن یه فوروارد باید خیلی فوروارد خوبی بیارن که به مثلا به هر حال تو لیگ نخبگانم بتونه مثلا علی پور میگن اونقدر مطمئن نیستن که اینا این گزینه گزینه ایه که میگن مدل علیپور مثلا شاید ایسا رو داریم تو اون لول باید یه فوروارد بزرگتر بیاریم خیلی بزرگتر و شایعات میگن در مورد من آرمن الان گفت خب اینم باز یه چیزیه که قطعا بقیه تیم اعتراض میکنن بقیه لیگ یه اضافه اون بله اونم فکر میکنم اینم باز یه دردسر جدید باشه دوباره که اگه بخوانین آوانتاج رو بدن به این چند تا تیم فکر میکنم اصلا این 19 تایه یه تصمیم اشتباهی بود و امسال دیدیم که خیلی از تیما گیر کردن دیگه مشکل داشتن و به خصوص وقتی چهار پنج روز یه بار بازی میکنی فکر کنم اونایی که قانون 19 تا رو گذاشتن یکی یکی دارن میرن زندان ما چرا باید به قانون کسی عمل کنیم که خودش داره میره زندان گشتیه که آوردی که جایی که با تو مخالفت کنم باش مخالفت کنم آره. از نظر من قانون 19 تا خیلی قانون خوبی س... بود. پاشو برو زندان. <applause> زندان. از چه نظر؟ <تصفح> از این نظر که یه شیب روبه به صعود میانگین سنی داشتیم تو لیگمون و کمتر تیمی واقعا به انتخاب خودش به پوست اندازی لیگ تن میداد. خب و امسال این اتفاق افتاد. چند تا تلاش شد که ها، نه خیلی بازیکن جوان امسال خوب معرفی <تصفح> شد که با منم مخاطبت کنی <تصفح> من حالا <تصفح> هر چیزی که حالا بخواد اجباری باشه با فشار باشه اینه من خیلی موافق نیستم باشه یعنی به جای این اگر کار کنن مثلا همون لیگ امیدها رو جدی‌تر دنبال کنن قطعا انقدر بازیکن خوب امید تیم‌ها دارن که تزریق بشه به طور اتوماتیک توی تیم‌ها تا اینکه بخوان از این ور تیم‌ها رو ضعیف کنن محدود کنن که مجبور بشن بازیکن جوان بخوان بفرستند تو زمین نمونهش بود توی یه سری لیگای دیگه این قانون رو گذاشته بودن که حالا بازیکن امید و بعد یه تعدادی ت... تو ترکیب بازی میکردن مثلا دو دقیقه میذاشتن بازیکن و دقیقه دو مربی مربیه تحویز میکرد, میکرد. بازیکن و بزرگ سال رو میورد یعنی میام تا کیفیت نباشه این فشارا و اینا کمتر نتیجه میده اون دوره ولی این کارو کردن درسته یه دوره ب... البته نه این نظر سنی ولی مثلا یه الزامی گذاشتن که باشگاه از محصولات آکادمیشون مثلا باید استفاده همین الانم هست همین الانم شما یه تعداد بازیکن محصول آکادمی باید داشته باشید تو لیست مثلا یه سری بازیکن هستن به همین دلیل تو یه سری تیمای بزرگند که میگیم چرا هستن نه ببین یه ش... نمودار میانگین سنی تاریخ لیگ برتر خب یه نمودار سعودیه تا میرسه به اون دوره ای که همین محدودیت رو گذاشتن و اون موقع 18 تا بازیکن کنه 20 فقط میتونستیم داشته باشیم تو هر تیمی پوست میندازه لیگ خب مثلا پرسپولیس تو همون فصل یه حد فرصت بازی به مهدی طارمی، احمد نورالله اینو که بازیکن زیر 20 که از لیگ یک میان بالا خب و شاید من بابا... می چی میگه آره یعنی الانم یه سری بازیکن 36 ساله داریم برای سال بعد از الان دعواست که مثلا کدوم تیم اونو بگیره هنوزم مشتری دارن و اینا ولی من میگم بازی توی لیگ که مثلا تماشا چی میره پول میده یا مثلا من میخوام بشینم بازی رو ببینم اونجا جای اون نیست که بازی کنه 18 سال تازه بیاد بخواد راه بیفته بخواد اونجا آزمون رو خطا کنه یعنی یه لیگ دیگه ای باشه یه لیول دیگه اونجا باید بازی کنه کیفیتش رو نشون بده و ارتقا پیدا کنه و بعد اضافه بشه به لیگ یعنی لیگی که حرفه ای شما با پول بلیت میفروشین چه میدونم تلویزیون قراره حق پخش بده جایی نیست که شما میخواین بازی کنه 18 ساله بیاد اونجا تست بده یه سال بازی کنه تا مثلا سال بعد بخواد بازیکن بشه ایرادش رو برطرف کنه نمیدونم من فکر میکنم که اگه تیم‌های مثلا اگه سپاهان چند تا بازیکن دیگه داشت شاید فرصت بازی به بازیکن زیر 20 سالی که معرفی کرد نمیرسید یا فولاد یا مثلا گلگوهر مثلا اگه می‌تونست میتونست دو تا مهاجم دیگه بخره یا اصلا حتی یه دونه دیگه از این مهاجمای با تجربه شون نگه شاید فرصت بازی به سرخیزان نمیرسید سعید سرخیزان فصل قبل فقط یه بازی برای تیممون کرده تو لیگ خب و تو این مدت تا بیاد گلگوهر هیچ جایی نرفته آپگرید نشده این بازیکن همون بازیکنه با همون توانایی ها سال قبلش که محدودیت وجود نداره بهش بازی نمیرسه و امسال میبینی که چه تلنتی هم بازیکن خوبی بود من آدمه من فکر میکنم بد سلیقگی مربی بود که بازیش نمیداد بازیکن ساکت و... بود تو هوادار بازی آخر فقط بازیش تو تطریک کرد <applause> یه بازی بازی کرد همون یه بازی آره. خب و به حالا ده. میگم این موردی که گفتی یه کیس خاصه مثلا جز های تیم امید بوده کلا ما بخوایم بازیکن استعدادای اون رد سنی رو بگیم شاید بیشتر از 25 نفر نباشه تو کل فوتبال ما امسال هم یکی دو تا بازیکن جوان رو اومده که حالا میگیم آینده داره ممکنه به تیم ملی برسه و این عدد کمه یعنی مشکل از اون بخش پرورشه تا اینکه میدون قطعاً قطعا بازیکن خوب باشه مثلا چه میدونم مشتبا حسینی بازیش میده خیلی از مربی هستن اصلا دوست دارن مسعود شجاعی بازیش میده یا چه محرم نوید بازیش میده حالا این مربی مشتاق درسته ولی این دو مسعود و محرم جزء بازیکن که این فصل کمترین کمترین دق دقایق بازی رو دادن هم. به بازیکن زیر 20 سال الان یه هافک 19 ساله داشتن هوا هوادارین دو سه تا بازی آخر گودرزی م... کرد, گودرزی نه. کرد. م... نه گودرزی بازیکنی که از اول فصل خیلی بیشتر گودرزی نه, نه، کرد. بود. اسمش رو فراموش هم... کردم الان هافک دفاعیشون بود اسمش یادم نیست خب همین ناکن این محدودیت کلا باعث شده که این فصل بیشتر بازیکن بازیکن جوون بهش بازی برسه و من موافق این محدودیت هستم چون به انتخاب سراغ چیز نمیرن سراغ اینکه باز... تعداد بازی در واقع به بازی کنه جوان تر بازی بدن نمیرن خیلی مختعی نگاه میکنن بیشتر تیم مجبورن مختعی نگاه کنن چون نمیتونن پول در بیارن از پرورش این بازی کنن عمدتا نمیتونن پول در بیارن این معدودیت هم به نظرم از جنس همون محدودیت رانمای راندگی تقریبا و توی همچین لیگی جواب میده آره تو بهتر حالت خیلی خوبش اینه که بازیکن لیگ های پایمون خیلی جدیتر گرفته شه جدیتر دنبال شه ما اصلا بدونیم الان کیا دارن کار میکنن تو لیگ های پایمون ولی وقتی خب انقدر بیتوجهیم هممون به اون لیگ خوب بازی کن نمیسازه برامون اون قدری که پتانسیلمونه ولی همینا هم همون 25 تایی که میگی در اثر این محدودیت دقایق بیشتری بهشون دقیقه میگیرن و بهتر پرورش پیدا میکنن به نظر حالا این موضوع هم باز یکی از الزامات AFC همین توجه به تیم های پایه اینکه اصلا زمین تمرین جدا داشته باشن یه سری ها سر همین مجوز حرفه‌ای گیرشون مشکلشون همین موضوع بود ولی خب میان سند سازی میکنن و این موضوع رو رفع رجوع میکنن وگرنه فکر نمیکنم برای این باشگاه هزینه ای باشه اگر یه لیگ امید را بیفته که موازی با لیگ برتر بخوان تیم رو بازی کنن در برابر اون هزینه ای که تیم ایشون داره چیز زیادی نیست حالا مثلا سپاهان و فولاد و اینا که آکادمی دارن خیلی هم براشون راحت تره ولی خب انجام نمیشه من فکر میکنم اونجا اگر باشه خیلی کمک میکنه و لیگ یک لیگه یکم جای بازیکن جوانه ولی خب ما می‌بینیم اینکه اینجا برعکس یعنی بازیکنای بازیکنی که تموم سال آره میرن تا اونا دیگه یک اونجا بازی میکنن ببین در مورد این بحث توجه به آکادمی من یه مثال بزنم نمیدونم اون هم صحبت کردم یا اواخر تیر یا نهایتا مثلا هفته اول مرداد لیگ پایه شروع میشه و استقلال هنوز یه سری تیماش مربی نداره چقدر وقت مونده مثلا باورتون میشه مثلا تیمایی هستن که از سه ماه پیش تیمای پایه شروع شدن شروع کردن کارشون رو از جمله مثلا پرسپولیس رو انتخاب کرده شروع کرده نمیدونم داره بدنسازی میکنه باز... بازی دوستانه و استقلال تیم دوم لیگ که قرار مثلا بره لیگ نخبگان بالاخره ای که مهمترین تیمای این کشور ای که مهمترین باشگاه این کشور هنوز یه سری تیمای پایش در فاصله یک ماه مونده به مسابقات مربیش هم انتخاب نشده مربی انتخاب نشده میدونی تو فوتبال پایه یعنی چی مثل بزرگ سالان نیست مربی انتخاب شده یعنی بازیکن هم انتخاب. یعنی یک دونه بازیکن هم انتخاب نشده مربی که انتخاب میشه تازه تست میذارن الان تست میذارن شروع میکنن بازیکن انتخاب کردن نیست که شما بگی الان یه سری بازیکن هستن اونجا قرارداد دارن فقط مربی ندارن اینا دارن تمرین میکنن خب حالا مربی میاد الان یه سری های استقلال هیچی ندارن در مورد این چیزی که آرمن میگه میخوام میگم یه ذره دوریم از اون, چیزای اون فضایی که تو میگی فضای این چیزی که تو میگی درسته ولی واقعیت اینه که دوری ازش نه لیگ امیدها داریم ولی خیلی محجوره و یه سری تیمای دیگه هستن که ام. اصلا تیم بزرگسال ندارن ولی خب اونجا تیم داری میکنن حالا منطقه ای هم هست و دیگه, دیگه, امیدام اینجوریه که فکر کنم استقلال پرس پلیس و اینا نمیرن تو نه اصلا تیم تهرانی که نمیرن آره، لگه... تو کشوریش آره. نمیرن تو لیگ خود تهران بازی یه لیگ تهران داریم یه لیگ کشوری داریم که خب بیشتر تیم لیگ برترمون حداقل تو یکی از این دوتا لیگ حتما تیم دارن یعنی تو لیگ برترش تیم دارن خیلی مثالی یادم نمیاد که تیم نداشته باشه دارن تا 21 سالگی هم بازی اون اونجا بازی میکنه سی ها اون چیزی که آرمن میگه یعنی از زمانی که ملزم شدن باید تیم داشته باشن الان این کارو کردن اثر باز کنی مثلا هوادار مثلا ملزمه که خب ولی هوادار اتفاقا از بازیکنش استفاده کرده آره. بی... تا 21 سالی که بازیکن اونجا بازی میکنن بازیکن اگه مستعدتر باشن که زودتر از اینا میان اضافه میشن به تیم های بزرگ سال ولی میگم اینم همون اون الزام ای هم الزام به درد بنظرم به نظرم و این الزام ولی کنم به نظرم درد بخوره مثلا هوادار تیم امید داره ولی تیم نونه حالان و نوجوانان و اینا نداره یعنی فقط گفته یه رده فکر کنم قبل از بزرگ سالان یاد نمیدونم اینا چجوری تفسیر کردن فقط ملزم شدن که تیم چیز داشته باشن تیم امید داشته باشن فکر کنم اوکی دمتون گرم مثل که لیگه هست اینجا که من فهمیدم خودتون جنبندیش کردید دیگه یه تیکه تاج بیام یا ولی... آخر نیام الان بیام نه بذار آخر نه نه اینجا داره به الان الان داره آره اینجایی که رضا گفتش که اون الزامی که برای اون سال گذاشتن برای در واقع استفاده از بازیکن زیر 23 سال اون اون موقع آقای تاج رئیس سازمان لیگ بود یه بارم ازش تعریف کنیم دیگه آها رئیس سازمان لیگ باشیم که خوبه آهان. <applause> <تصفح> تو اون پست رئیس فدراسیون خوب نیست رئیس فدراسیون خوب نیست <تصفح> باید خودمونو... بریم بیایم هم باتری دوربین رو عوض کنیم هم باتری خودمون رو چیز پاراگراف ها تمومه میتونیم اینترو بزنیم بریم بیایم پرسپولیس اینا که بریم بیایم بریم سراغ استقلال آره آقای تاجم تو اون پست خوبه مثل کامیار که تو این پستی که الان هست فقط خوبه خیلی خوب رفتیم اومدیم دلمون برای کامیار تنگ شده بود رفتیم اون پشت درباره سفید چاقایی باش حرف زدیم و اومدیم داره خوش میگذره با خوبان عالمم هم اینجا همچنان من و جام می و معشوق الباقی اضافات است آقا من میگم که قاعدتا میخوایم بریم استقلال دیگه ها ولی یه ریتم خیلی چیزی داره خوبه بحث بحث و خوبیه تخت یه خورده یه دو سه سوال مثلا کوچولو هیجان انگیز که آخر میخواستم بپرسم و بیارم این وسط تصویر الان مثل کویره یه دو تا درخت بکارم <تصوی> اینجا یه ذره تصویر بش کنم من خاطری که دارم از اون برنامه که آرمن اومد با امتیازای متریکا آقای سعید صادقی شد و بهترین بازیکن اون فصل استقلال قهرمان شده بود یحیی نایق قهرمان شده بود سعید صادقی از گلگوهر شد و بهترین بازیکن فصل پاس و گل و گل زیاد داشت و که بعدا اومد پرسپولیس آرمن گفت که من به نظرم بهترین بازیکن بعد از تیم قهرمان در بیاد و بهترین بازیکنم امیر حسین حسین زاده است اینو چرا خوب, خوب یادت با... آره با این همه سن و سال گوش دادی نه والا نه پیداش نمی کردم سه هفته طول می شماره رو پیدا کنم الان که شماره ها ریخته به هم خلاصه این مقدمه رو گفتم که بگم این دفعه هم ریکاردو آلوز شده مثل که ریکاردو آگوز از تراکتور بازم پاس گلای بی‌شمارش تاثیر گذاشته با امتیاز امتیاز داره روبرتو تورس پشت سرشه اینا بهترین بازیکنان از اون لحاظ اونجا بیاین بگیم بهترین بازیکن به نظر اون کی بودن هم تو اگر به غیر اونا داریم هم اول آرمن آر بگو اگه به نظر تیم قهرمان همچنان معتقدی که تیم قهرمان باید بیاد یا امسال چی بود فرقش با امسال این بود که فاصله بود یعنی بین تیم اول و دوم فاصله زی... امسال خیلی نزدیک بود حالا اگر بخوام از پرسپولیس بگم اورونوف به نظر من اصلا خیلی یه سر و گردن بهتر بود حالا یه سر و گردن مم. هم نه ولی خب ولی خب این که حالا نیم فصل اول نبوده یه مقدار این ماجرا رو تغییر میده دیگه الان کس خاصی تو ذهنم نیست واقعا از پرسپولیس به جز اورونوف ترابی هم فکر کنم این بازی آخر خیلی خوب بود همینجوری نیم فصل دوم خوبه آره مم. آره به دروازه برانم که ما اون هفته اینجا حرف میزدیم که حسینی بدون فراز و نشیب و از بقیهشون هم از همشون اشتباه یادمون میومد جز حسینی به نظرم موافقی؟ حسینی حالا ب... بازی استقلال هم جوری بود که خیلی حالا شاید موقعیت کمتر درست میشد رو دروازش این باید در نظر گرفتی این هم بالاخره کمک میکنه به ماجرای همون کلینشیت و اینا اینکه توپ کمتر بیاد و آره. این بالا بخشی از برمیگرده بازی استقلال حالا اونجا خواستیم صحبت کنیم میشه درباره صحبت آه. کرد تو استقلال صحبت می‌کنیم رضا بهتر بازی کن ما همون دو دیگه آلوز و تورس بازی و منظر جادو هم هست که جفتشون خارجی هستند دیگه آقای گلمون میره به عنوان سومین بازیکن برتر و با... تازه مثلا بهترین بازیکن ایرانی پشت اونها قرار میگیره آره پیوام خب حالا آمار و اینا که خب رضا گفت مهم. دیگه که چیه ولی من بازیکنهایی که خیلی مثلا هیجان زدم کردن و ترجمه میدم بگم ممکنه در تمام طول و فصلم خیلی بازیکن چیزی نبودن هم بح... یعنی تداوم نداشتن مثلا یکی اورونوف که خب ن... نیم فصل بوده به نظرم خیلی خوب بوده آ... بازیکن دیگه که خیلی باش حال کردم آ... همین آ... محمد حسین محمد جواد حسین زاده محمد جواد حسین, 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 حسین... منم هم همون خیلی با خب فوق العاده بود اگرچه خب یه دفعه گم شد یه جایی یه, یه رو میافتش از 70 متر با تو آره، میره فوق... من اون فوتبال اونو دوست دارم دیگه من تو دهه 60 هستم آره، ناصر بود میگفتیم تو نایبی آره، اینجوری آره. میره <laughs> و منجر به گل میشد آره. و سعید سرخیزان اونم فوق العاده بود بالاخره تو این سن و سال بیا تو یه تیمی که جزه مثلا سه چهار تا تیم بالا هم نیست اینقدر نمایش درخشان و بعد هتریک گفت به نظرم اونم فوق العاده بود ام. حسین حسینی هم یه نکته ای داره که حالا این چیزی که آرمان میگه کاملا درسته مدل بازی استقلال یه جوری بود شاید اینقدر فشار رو دروازش نمیاد ولی حسین حسینی من با روحیش خیلی حال کردم گلری که اول فصل به نظر میرسید سر نخواستنش تو باشگاه استقلال دعواست و داشتن بیرونش میذاشتن و دنبال گلر بودن بحث بود که گلر بیارن جاش اینکه بیاد یهو همون فصل بیاد بهترین بازی و رفتن با بیرانوند صحبت کردن برای جانشینش خب اون خیلی با آبزاده هم صحبت کردن. با حتی با امیر آبزاده آره. یه گلری در اون حد خب که الان معلوم نیست کجاست چیکار میکنه خب و تو یه دفعه بیای تو همون فصل تقریبا بهترین نمایش خودتو داشته باشی و بهترین نمایش یه گلر تو فصل یه خب. شوک مثبت شد براش دیگه آره. آره قابل تقدیره همون موقعی که داشتیم میگفتیم نکنم از لیست مازاد خودش خرید میکنه آره حتی مجبور شد که فکر کنم اینکه کسایی که احتمالا واقعی قراردادش رو کم کرد این بود حالا نمی‌دونم بقیهشون چقدر واقعی بودن چون این روزا داریم می‌شنویم که یه سری از اینایی که گفتن کم کردن و اینا کم نکردن یا مثلا قراردادایی که ثبت شده یک حداقل یکی از اعضای هیات مدیره استقلال مدعیه که اینجوری نبوده چیزی که اتفاق افتاده ولی حسین حسین زاده فکر کنم کم کرد قرارداد شد به خاطر اینکه خب دست پایین رو داشت اول فصل برای اینکه بخواد تو تیم بازی کنه آره محمد جواد حسین نژاد که گفتی بازیکن منم بود اونجا آریا یوسفی هم یه خورده چیزی که میاد سمت پدیده فصل کردم اونم میخوام بپرسم پدیده که مثلا جبو... توی جوون کرد یا رو اومد به نظرتون پدیده فصل کی بود؟ همین اینا که هیوا گفت همشون پدیده فصل بودن به نظرم دیگه یعنی سعید سرخیزان جلوتر از بقیهشون آریا مصطوم شد جواد حسین نجاد هم حالا تل... اونم مستومیت داشت کلا تعداد بازیشون اونقدری زیاد نبود سرخیزان سرخیزان خاطر اینکه مداوم بازی کرد و یه شیب سعودی خیلی محسوسی مهم. و خیلی مداوم این خیلی مهمتره که مداوم روی پیشرفت بود خوب هم زد تو تیمی که خودش از یه جایی به بعد دیگه خوب نتیجه نگرفت مثلا هشت نوتا بازی نبرد اینا ولی سرخیزان داشت کداشت میزد به نظرت فیکس تیم ملی میشه؟ مثلا در اون لبله از تیم ملی که حالا حالا سردار و تارمی رو داره اونجا بازی, رو بازی, بازی با چند سال دیگه مگه با بازی کنن بم با خورده چه اتفاقی میفته آه. ولی اه... واقعا نمیشه پیش بینی کرد چه اتفاقی میفته چند سال بعد ولی قاعدتا سردار رو یعنی حداقل سردار که تا 5 6 سالی بازی میکنه امروز من یه خبر از صد دم دیدم حالا هم چقدر جدیه درباره سرخیزان حالا اونم جرأت میدونم که پیشنهاد داره سرخیزان یعنی پیشنهاد بیرون از ایران داره توی همسنای خودش از همه جلوتره اینجوری میشه گفت بعد اینکه پیش کنیم تیم ملی میره نمیره فلان که نه به نظرم به خاطر پستش نه یعنی آریا مثلا شانس بیشتری داره تو دفاع راست داره, داره بازی میکنه داره, داره دیگه. بازی میکنه دیگه آره. داره میبینیم چون اصلا دیگه مشهوده که رامین قرار حذف از لیست بازیکن تیم ملی اون ورد سمت چپ احسان های هم همینطور یعنی اون بخشی از اون داستان که یه سری از بازیکنهای پا گذاشته تر در واقع تو تیم ملی جاشون رو بدن بازیکن جوان تر تو قبل از هر چیز تو دفاع چپ راست داره اتفاق میافته حتی مدافع میانیمون شانس دارن یعنی به امین حزباوی که همین الان از همشون جلوتره شانس زیادی داره حتی سامان فلا هم باشگاهی سهرخیزان، سهرخیزان تو پستی بازی میکنه که چند تا بازیکن خوب هست جدا از اونایی که گفتیم علایار منش هم تقریبا هم سن سرخیزان با تجربه کردی با بیشتر. تجربه بین ولی سهرخیزان خیلی واقعا خیلی نوید بخشه یعنی واقعا بازیکنیه که به نظر میاد میتونه مداوم بازیکن خوبی باشه ایوه آرمن تو داری جوونی تو ذهنت حالا این حسین نجات نیم فصل اولش خیلی خوب بود یعنی هم تونست از هیچ جا رسید هم به ترکیب تیم امید هم ترکیب تیم ملی یه جوری اونم آسیب دید از این ماجرای سپاهان و حالا ترافیک خط میانیشون و حالا یه سری به خاطر مصدومیتش و اینا عقب افتاد و لیموچی هم حالا پارسال مطرح شد ولی امسال خب تداوم داشت ارتقا پیدا کرد حالا تو اون پستم فکر می‌کنم بازیکن نزدیک شده به بازیکنهای پست اصلی تیمه یعنی اونم بازیکنیه که آینده داره میشه گفت که میتونه برسه به سطح ای فوتبال ایران الان میگن هم استقلال هم پرسپولیس هم تو لیست در واقع خریداشون هست پرسپولیس واقعا اون از جان حسفی حذف حسب کرده به نوعی حالا کل تیمه که دمش کرد و بده... شیروین بزرگ <تص> <تص> آره و بزرگ کل دورانی که تو نفت آبادان ما بود اینقدر حرکت خوب نکرد که تو اون دویست دقیقه مثلا ولی یه گل قیچی هم کلا گلاش عجیب غریبه از جاها و زاویه هایی که فکر نمی کنی گل میزنه این آیتم تخصصی کامیاره ولی یه گل از وسط زمین به هوادار هم زده سنز نفت گلای از وسط زمین هم داستان بود چون خواست همین تو این پدیده ها اسکری خیلی کم باز... نه که بگیم مثلا جزء پدیده بازی و اینا خیلی نکرد ببین خیلی ب... اونم خیلی بازیکن خوبی به نظر میاد یعنی بازیکن خوب جوان کلا کم نبوده امسال تو لیگ میگیم بخاطر اینکه بهشون دقیقه رسید واقعا ولی اه... اینکه مثلا دیگه پدیده فصل رو بدیم به بازی کنی که مثلا 15 تا بازی کرده دیگه یه خورده رفتار رسانه انگلیسی آره طوره بعد تیمش هم داشته سقوط میکرده و با آره یعنی واقعا سرخیزان که سی هفته بازی کرده دیگه واقعا حرفی نیمونه دیگه توی <صحطان> <صحطان> گلران جوان زیاد بود به نظر <phem> من دیگه نه خیلی بازی دادن مثلا نفت آبادان یهو بی خیال عراقیه شد پیام پارسا رو کلا گذاشت میخوام بگم ولی پدیده خیلی چیزی توشون در نیومد مثلا افشار صداقت مدابون گله داشت این شیش هفته قرار بود شکری شکوری باشه که بند خدا اصلا آرشاد شکوری به این اون گلر خوشتیپه کی بود اول پس خرید منادی منادی چقدر خوشتیپه واقعا خب آدم وقتی اون منادی رو میخره اون فکر میکنه قرار اون بازی کنه بعد یه اون میشینه افشار صداقت نیم فصل دو دوم که حیب پرابوسی اومد بازم افشار صداقت بازی کرد یه ذره به هر حال میخوام بگم توشون اون پدیده‌ای که بگیم گلر معمولاً از بقیه پست‌ها سخت‌تره یعنی مربی تا مجبور نشه گلر رو جوان نمیذاره یعنی یه باید مصطومیتی باشه یا بقیه پست‌ها میتونن 20 دقیقه نیم ساعت بازیش اومده ولی گلر ما دار سخت بازی رسیدن بش دقیقاً بعد بالاخره این اتفاقات کمک کنه که مثلا این بازی که رفیق چهار پنج بازی که رفیقی کرد تو پرسپولیس آره بچه‌ها چه کرد یا این پیام پارسا که دروازه عراقی انقدر بد بود که دیگه بهش بازی رسید واقعا با همه عراقی ها به جز فوروارده بد بودن هیوا اینجا میگفت تو چرا حرفت نمیزنی تو سر عراقی ها عراقی شما بد بودن عراقی ما عراقی استقلال خوزستان اون فوروارده خیلی خوب بود آسو رستم آسورستان عراقیه؟ عراقی. اسمش بیسه عراقی ها نیست کردستان كردس... عراق آه فامیله ماست آره اون خوب بود منتظر محمد هم که اون بر خوب بود یه مدافع هم که یه جای دیگه داشت بازی میکرد عراقی عدنان آره اون رفسنجام بود چیز هم بود باز خواستم آ... یه چیزی شنین هم کامیار بود با عباس قاسم عباس قاسم که مال ما بود دیگه بی وقفه خطا میکرد نه دیگه, اینا رو که صفاهادی هم بود دیگه که بود آره امسا امسال به اندازه پارسال دا. خوب نبود البته کلا صفاهادی فصل خوبی مم. نداشت مم. اوکی مم. چه دیگه می‌خواستم بپرسم اه. ها گلا هم گلا, گلا گفتم اینقدر گلای راه دور و از وسط رکورد هم دیگه رو میشکوندن که اصلا زیبا زیباترین گل میخوایم بگیم ما اصلا بی‌معنا کردن یه پکیجی از گلای راه دور و خوشگل اینا داشتن گلی هست بخواید بگید نه والا خیلی فکر نکردم بیشت. آره ولی چیز بازیکن آره. برعکس بهترین بازیکن و پدیده و با اینا بازیکنی که ناامیدتون کرد و فکر نمی‌کردید اینقدر بد باشه من میخوام بگم شجاع بلا فاصله میگه عالی بود الان میدونم شجاع نه مخالفم دومش خیلی خوب بود درسته شجاع کلا خوب بود شجاع جز دفاع خوبه امسال بود آره یعنی مثلا در تیم منتخب نبوده ولی پنج شیش تا مدافع خوب بخوای بگی شجاعتشون بود پور حمیدی تراکتور تو هفته اول خیلی فاجعه بود که جمع جور کرد خودشو خب نه که میتونیم بگیم ناکامای لیگ کسایی ناکامایلی که قرار بود. بود مثلا درخشان ولی خب اتفاقایی براشون افتاد مثلا یاسین سلمانی خب خیلی حواله دوست داشتن فکر میکنن یه فصل درخشان ازش میبینن که مصدوم شد اتفاق اینجوری براش افتاد یا یه شعب زاهدی <applause> یکی از بازیکنایی که خیلی پایین تر از انتظار بود دفاع سپاهان بود برزیلی اسمش الان تو فرانسه افتاده آره انقدر بد کار کرد که اصلا نیفس رد کردن و عثمان هم پاش و و آره اصلا یه مشکلی که الان رضا داشت میگفت درباره اون عمق دفاعشون و این خیلیش این خیلی صحنه پشت سر اون بود که فرار میکردن و موقعیت میدادن خیلی از اونجا اونو چوب خوردن مورایس البته گفتی عثمان فیلم مورایس آره مورایس آره و اول فصل رضا میگفت اونجا رو عارف قلامی ممکنه درست کنه چون احتمالش بود که عارف خودی بره اونجا و عارف هم سرعتشو داره هم خصوصیات اینکه دفاع سپانو رو درست کنه داره ولی خب مشکلات جزئیش اون موقع حل نشد مشکلات جزئیش الان تازه حل شده دیگه الان تازه حل شده و حتی تیم ملی دعوت شده داشتی؟ گزینه داشتی؟ نه، باید فکر کنم بهش. مهربونی با آدما. در سوال منفی جواب داد، داد <applause> مثبت. ممکنه اون تا دیگه هم بهترین بازیکن بدی، ولی آره، یعنی که بازنده های فصل احتمالاً به معنی اینکه قرار بود بازی زیاد بهش برسه و نرسید، سعید صادقی بود دیگه. کسی که مثلا دو فصل قبلش آخراسی سعید صادقی با فاجعه بود دیگه چیکار کنه دو, دو فصل قبل مثلا به گفته طبق آمار بهترین بازیکن لیگ بوده بعد یه دفعه میره رو نیمکت دیگه یه گل که روی سوتی پورهمیدی بود صفر پاس گل و به محض اینکه بازیکنی پیدا کردن که جاش بذارن هم که نیمکت نشین شد آره بازنم خوب گفتی آره جزو ناکاما بود علی ایران یکی دو تا اشتباه دیگه میکرد واقعا میرفت جزو اگه جانشین خیلی مطمئنی داشت آه. نه که یعنی جانشینش کنن نه که اصلا فصل بعدی بتونیم بگیم فصل بعدی داشت ناکام تو قایمشهر میگن ناکام فصل فرشی اسماعیلی بود که نیم فصل از نساجی رفت پیکان با پیکان سقوط اردو رو نیومد گفت که آره نخواست با تیم در حال سقوط باشه دیگه حتی اون موقع به هوای استقلال دیگه چیز کرد دیگه نیومد اردو نساجی رو جالبه هنوز هم صورت استقلالش هست میگن حالا نشد نیم فصل نشد فصل آینده نساجیسی ها واقعاً کلشون میتونستن کاندیدا بودن برای ناکام فصل و کلشون هم زیر رو شدن و دیگه اون آخرا تیمون اجاد دادن اوکی از سوالای درختی دیگه نداریم برگردیم کویر و استقلال و قشنگ استقلال بررسی کنیم که گفتی قرار بود سوم چهارم بشه بزن همه رو با تو شروع میکنم اینو با آرمه شروع میکنم. آرون استقلال چجوری دیدی شروع کرد چقدرش امیدوار بودی تا مثل رضا فکر می‌کردی در سوم چهارم قطعا شانس اول نبود یعنی بعد از سپاهان و پرسپولیس شانس سوم بود دیگه حالا اون مشکلاتی که داشت بازیکنهایی که نتونستن بگیرن سر سقف بودجه و فراتر از انتظار بود با توجه به حالا همه مشکلاتی که داشت تو این مسیر تا هفته تا فکر می‌کنم 70 درصد فصل و 100 رو حدود حدودا اشتباه بله بله حالا سه هفته مونده به آخر فصل هم صد نشین بود با یه امتیاز جام از دست خوب نتیجه گرفت نکنم حالا یه سری بحثای دیگه هست درباره اش حالا این که حالا این مدل اعتراضاش خیلی صحبت میشه یا حالا بعضی درباره میگن که تیمش کم موقعیت بود اینا حالا اینا رو باید بذاریم کنار ولی فکر کنم اونجا تو خیلی منتقدش نیستی ها حداقل در مورد اعتراضاش نه خب اقراق شده بود ولی خب میگم فضای داوریان خیلی نرمال نبودم سال کلا یعنی نمیشه کاملا محق ندونه سونا رو بالاخره باید یه درصدی حق بدیمش حالا اگر میخواین درباره باره گفتی امسال سالای قبلی به نظرت اوکی تر بود یعنی سالای قبلی نیازه به این جمله ها نبود چون اعتراض هوادارا که سالای قبل بوده تو یعنی امسال خیلی پررنگ تر از سالهای قبل بود سالهای قبل اینجا می میتونستی بگی نه آقا اوکی دیگه جرزنی نکنید فلان حالا سال به سال کیسش فرق میکنه ولی اگر بخوایم حالا داورا رو مقایسه کنیم با داورای مثلا ده سال قبل فکر میکنم کیفیت داورام پایینتر اومده قطعا انقدر شاید اعتراض نبود انقدر اشتباه نبود کلا سال به سال داره این شرایط بدتر میشه و هیچ تلاشی نمیبینیم برای درست شدنش از در طرف فدراسیون آره تیم ها میگفتی تو شکل بازی اوکی که از که قوری میزدن آقا این شکل بازی چیه چه حالا یه بخشش برمیگرده به ابزار حالا در مورد پرسپولیس هم صحبت کردیم که حالا تا موقعی که یحیی گل محمدی بود قطعا ابزارش کمتر بود نمیتونست انقدر موقعیت به گل بزنه و وقتی عثمار با اون خریدا خب خیلی دستش سر بود استقلال هم از نظر مهره تو خط جلو خیلی دستش باز نبود شاید به خاطر همین بود رفت سراغ 352 شاید اگر دستش پرتر بود مدل دیگه ای بازی میکرد اول پس که بلانکو نبود نصفتیه بلانکو شد. اومد و یه مقدار طول کشید تا بیاد رو فرم ولی خب نیفست دوم خیلی کمک کرد واقعا بازیکن موثری بود ولی حالا مدل بازیشون این بحث فرم هیبرید که حالا امسال خیلی داغه شروع با 3 پنج دو بود ولی وقتی میرفتن توی حمله حالا اون جلو این دوتا پیستونش هم اضافه میشد اون جلو تقریبا با پنج نفر بازی میکردن خیلی جلو بودن پیستوناش دوتا فوروارد داشت یه هافک هم اضافه میشد پنج نفر نرمال الان تقریبا همه تیمای دنیا که حالا توی فاز حمله میرن معمولا اون پنج نفر رو جلو دارن ولی خب میگم دستش از نظر مهره بازتر باز باز نبود خیلی مثلا شاید اگه جای رضاوندی هافکی بود که توی حملات میتونست کمک کنه مقدار شمع گلزنی بالاتری داشت یا اون پاسای آخر رو بهتر میتونه آمار بهتری داشت استقلال توی حمله برای قضاوت نکونا فکر میکنم باید یه سال دیگه صبر کنیم حالا اگر تغییرات عجیب غریبی نشه و همچنان رویم باشه سال دیگه که تیم اون موقع شاید بهتر بشه دید که واقعا فوتبالش همینه یا اگر مهره داشته آه. باشه فوتبال پرشورتری بازی میکنه تیمش موقعیت بهتر میسازه یا چطور ولی خب 67 امتیاز خوب بود برای سال اول یه پیشنهاد بدم میخوای دعوا بندازی بین آرمن و رضا یه, دعوان یه جای تلاش کرد یه جای تلاش کرد آخه <تصح> همین رضاوند فکر کنم رضا نقطه ای که میتونن سرش دعوا کنن یعنی اون اونقدی که رضا در واقع رضا بن بستگی داره. داره چطور استفاده کنی مربی ازش در این فصلش آه. دارم میگم کلا این فصل به نظر چون فکر کنم طبق آماری که شما داری جزو بازیکن خوب استقلال درست ولی آخر فصل افتاد دیگه آمارش یعنی آمارم اینو نشون میداد که افت ولی کلا بازیکن تماشاگر پسندی نیست این البته قبلا خیلی صحبت کردیم در موردش تکراریه ولی امسال مثلا ما حداقل با آرمن یه گروهی است که چند تا دوستان استقلالی هستن این که موضوعات که خیلی سرش حرس می‌خوردن رضاوند بود دیگه رضاوند دعوا کنید دیگه اینا صفر نباشه <applause> دعوامون کردیم ما <applause> خیلی بیشتر از این چندین سالی که می‌شناسیم هم دیگه رو با هم مخالفت کردیم خب رضاوند یه آمار بگم که تعداد کیپاساش تو این فصل از اول فصل جلی بیشتره مم... از با... گل ساز بازیکن لیگ خب حالا یعنی بعد موقعیت نساخته به نسبت پست خودش اصاصن... اساسا اینو گل نمیکنن <تصفح> 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 اساسا بازیکن پست 8 خب یعنی پست ده نیست اون چیزی که تو میگی میگی دو تا پیستونا میرفتن بالا با دو تا فوروارد یه چیز بعد اضافه میشد یه بازیکن پست ده بعد اضافه میشد در ازاون اون بازیکن نیست ستینگ استقلال تا قبل از مستومیت مهدیپور به نظرم زیاد محافظ کارانه بود خب یعنی سه تا هافکی که ها تو در واقع تو وسط زمین داشت هر سه تاشون هایی بودن که وظایف دفاعیشون رو بیشتر از وظایف هجومیشون درست انجام میدادن خب و حالا با شناختی که از نکونام داریم به نظرم تو ذهنش این بود که خب من اگه قراره با تو دفاع با پنج سه دو بازی کنم حتما دو تا بازویی که قرار رو دست آفک پست هم بازی میکنن باید خیلی خوب شیفتا رو در بیارن تو دو سمت که من کانال مخالفم و ندم به تیم حریف و واسه همین خیلی احتمالا اون جایی هم که میتونست مرداد محمدی رو بازی بده بالا ماشاری پوف یه خط بیاره عقب چیزی که مجبور شد در ادامه فصل بهش و این اصلا تیمش رو تر کرد ولی ذهنیتا سعی میکرد که ستینگ یه مقدار در واقع دفاعی تر و محافظه تر رو تو تیمش داشته باشه و اونجا رضاوند و میدیپور دوتا بازیکن بودن که متقارن با هم بازی میکردن و اصلا قرار نبود این بازیکن سوم آخر فصل بود که شریفو اومد عقب. اومد عقب. اصلا تیم روان‌تر شد. یکی از دلایل حالا میون صحبت یکی از دلایلی که حالا خودشون میگفتن من حالا از اطرافیان تیم شنیدم این بود که مرداد محمدی اون فرمی رو که انتظار داشتن نداشت و به خاطر اون کمتر بازی میکرد حالا آخر فصل اون که حالا فرمش بهتر شد اومد به ترکیب اضافه شد از این طرف مهدی هم شد. یه جوری مجبور شد که ماشاری پوفو رو بیاره این مسئولیت مهدی همونه که تو همیشه دنبالش میگی ب... خیلی هم بد نشد چی؟ یعنی ضرر کنه آلیشا آره داستان آلیشا رو میگی میگی پرسولی ضرر نکرد از مسئولیتش ضرر استقلال از مسئولیت مهدی پور ضرر نکرد خیلی ضرر نکرد دادم که مسئولیت مهدی پور ما ضرر کردیم که اینجا کوسنامون به جوراب میداد اومد اینجا خب مستقیما که ضرر کرد از نبوده مهدی البته و هر حال مهدی تو اون بازی تو تیم نشسته بود خیلی نشسته بود مشتوا بود تو ضرر من نگفتن در <تصفيق> در <تصفيق> ولی غیر مستقیم به هر حال جبران شد با اینکه نکونام مجبور شد ماشاریپوف یه خطر بیاره واقعیت اینه که ماشاریپوف خیلی حالا این از این نظراتی که ممکنه خیلی در موردش بحث بشه ولی ویژنی که ماشاریپوف به فوتبال داره به نظرم خیلی جلوتر از اورونوفه یعنی دیدش به فوتبال خیلی حالا سنش به هر حال بیشتره ولی یعنی فوتبال ولدتر اینطوری بگم پستشون بگن. هم یکی نیست البته خب این بیشتر خیلی نزدیکن دیگه که طراح این پست اصلیش پست ده اون حالا بیشتر گوش بازی میکنه دو تاشون سه تا پست پش فوروارد و بازی کردن به حال تو کریرشون حالا این اتفاقی که افتاد کلا کمک به استقلال یه مقدار تو انتهای فصل تر باشه از اون طرف هر موقع گل میخواست استقلال روونتر بود به وضوح روونتر بود بعد از اینکه گل میزد محافظه کاری خیلی زیادی داشت عمدتا هم موفق میشد نتیجه حفظ کنه یعنی من نمیدونم داشتن بازی که مثلا از دست بدن. مشکلش تو حفظ نتیجه نبود تنها بازی که حالا گاف دادن همون گل نزدنشون جلوی نساجی و حداقل تو این یک سوم آخر فصل اونم به نظر من قصه است خب چون قصه دوست داریم دو... خب دوست داریم اینجوری باشه که دو تا تیم تو کورس بودن اون تیم چون سه تا گل خورد این تیم دیگه گفت که تمام شد ول کنیم دیگه خرگوش خرگوش نشست تا پشته بیا چهار تا گل اینطوری نبود اول اینکه کاملا این قابل پیش بینی بود حالا این چیزیه که دیدم توی کانال های هواداری میگن و اینا ولی خب من چیزی که دیدم اینجوری نبود که نخواد گل بزنه یعنی واقعا پیش نیومد براش توی زورش نایمت. گره خورده بود بازی یه جوری آره ببین این پیش شده بود دیگه یعنی مگه الان بگم میگه آقا حرفی رو هوا میزنی ولی قبل از بازی گفتم آقا استقلال تمام اونجا امتیاز از دست میده و استدلالش هم گفتیم که چرا احتمال اینکه اونجا امتیاز از دست بده زیاده نمینشست بازیه اون توانایی‌ها و مزیت‌های های هجومی استقلال رو بازی نساجی نمینشست این همون چیزایی بود که نساجی بلد بود جلوش دفاع کنه رو بر جلوی وجوه هجومی دیگر نساجی تیم ضعیفی بود تو بخش دفاعی ولی جلوی اون چیزی که استقلال بلد بود ازش موقعیت بسازه این تیم خوبی بود خب این یک دو اگه بازی یعنی اون کسی که میخواد نقد کنه بازی استقلال رو باید بازیش رو با دقت دیده باشه یه کاری که نکونام میکرد خیلی بازی ها تونست دقایق پایانی بازی رو برگردونه از جمله هفته قبلش بازی با زوباهن این بود که از یه دقایقی به بعد تعویز میکرد تیمش رو چار یک سه میچید چار میچید و حمله میکرد رو سه هیچ این کار رو نکرد خب ولی خب رو دو تیمش رو 4 1 کرد یعنی نورمال رو اگه رو پرسپولیس جلو می‌افتاد رو رو مسئله چه پرسپولیس منظورته نه نه رو سهی چه پرسپولیس دیگه, دیگه موقعی سه... که پرسپولیس سهی جلو بود عقب بود این کارو نکرد این کارو نکر خب. ولی فاصله گل اول دوم پرسپولیس یه دقیقه است دو دقیقه است خب یعنی دو دقیقه بعد از این که یعنی بلا, بلا فاصله باز اینکه پرسپولیس گل میزنه اونور استقلال تیمشو 4-1-2 می‌کنه یعنی کاملا میره که بازی رو در بیاره تو بازی دیگم این اتفاق مثلا اینجوری نبود که از نیمه دوم اگه گل بخواد از نیمه دوم بیاد 4 1 صدا کنه کنه به... که مثلا از دقیقه 70 این بازی 78 کرد مثلا تعویضاش دقیقه 78 داد اینا بود یعنی آره. اونجا تعویض نمی‌کرد 10 دقیقه رو آخر 4 1 با اون بازی رو در کاری که فرهاد هم اگه خاطرت باشه می‌کرد تو بازیاش و بازی نساجی هم این کارو کرد یعنی ننشست تا پرسپولیس گل سوم چهارم بزنه کار خوشا کرد قصه ای که میگیره آخه خودش هم گفت من فقط گفت من نگفتم بهشون گوششون ممکنه به اونور بوده باشه گفت تیم فهمید که اونجوری نمیرفتن جلو منم خودشون میدادم نمیرفتن جلو اینو گفت و نپذیرفت که من بهشون گفته باشم حمله نکنید محتاط بازی کنید گفت نه داستان این نبود ولی اینا نمیرفتن چیزی که من دارم میبینم این که تیمش مدل بازی که بلد بود و بازی کرد زورش رو زد از همون روش هایی هم که انتظار میرفت زورش رو زد و کاری هم که معمولا اون کارت آخری که خودش بازی میکنه واسه اینکه تیمش رو حجوم میکنه بازی رو در بیاره اون کارت هم بازی کرد خب این دیگه من ترجیح میدم که واقعا <applause> خود خط اصلی رو ولی اندازه همیشه امید گل ایجاد نشد و تو میگی دایدش همونه که ما پیش دو هفته قبل از بازی گفته بودیم اینجا آره نبودی من گفتم گفتم حتی همه داشتن تحسین میکردن پیش بینی تو گفتم اون توپ ممکن بود نخوره به تیر بیاد پایینتر پیش بینیه درسته میگفت بازی این شکلی میشه و چون این شکلی میشه 80 درصد استقلال نمیتونه ببره ممکنه اون 20 درصد بشه بشه اون 20 درصد بشه ولی بازی این شکلی شد واقعا حتی حتی یه سمت دیگه الان اگه تا بازی و آخر پرسپولیس تکرار بشه احتمال اینکه توش امتیاز از دست پرسپولیس زیاده دیگه درسته خب مم. پس اینکه استقلال تو اون بازی سعی کنه از یه باختش اجتناب کنه خیلی تصمیم عجیبی نبود حتی اینکه بخواد یه جوری با آواتیش بزنه که احتمال اینکه تو دقایق آخر گل گل بخوره وجود داشته باشه آره. و تیمش بپاشه چون سخت‌ترین بازیش بود یه جورایی دیگه توی اون سه چهار تا اون چهار تا آخر سخت‌ترین بود امسال یه ذره پیش بینی میشد مثلا حالا رضا بعضی گفته که اون سخت‌تر پارسال سپاهان پیش بینی واقعا نمیشد یعنی شاید جای دیگه منتظر بودن امتیاز بده که ملوان تو خونه داد و این دوتا اینجوری شد حالا در مورد این فقط رضا چیزی که میگفتن میگفتن آقا پرسولی چون تجربه اینو داشته فصل قبل وقتی جلو میفته هفته آخر دیگه نمیده لیگو به کسی باید مثلا همیشه بحثی بود که استقلال باید حواسش باشه کنترل قهرمانی از دست خودش خارج نشه خب یعنی اینکه تو میگی میتونست فکر کنه که آقا تو سه تا بازی آخرم پرسولیس بازی سختی داره و ممکن امتیاز بده من میگم آقا پرسولیس پرسولیس که ما میشناختیم این بود دیگه ممکنه اول فصل امتیاز از دست بده ولی آخر فصل مثلا وقتی لازم بود دیگه نگر داره نگر می داشت. حالا فصل قبل داشته فصلی که مثلا آخر لیگ هم خیلی خوب نتیجه نگرفت ولی اینقدر جلو بوده که تقریبا خیالش راحت بوده که قهرمان میشه ده تا بازی فقط یه مساوی سر سر سرف داد نه تا برد یک سوم پایانیش این شکلی بوده از دربی به بعد این پارسال شد دیگه این پارسال که همه بازی رو برد دقیقا آره. هفته هفت بازی آخر بعد اون بازی سپاهان که باخت تو تهران آره ببین استقلال دیگه یعنی نه... نباید نگاه کنی به اون تیم دیگه استقلال باید کاری... نهایت کاری که از دستش برمی اومد و می و واقعیتش من الان در پایین فست با یادآوری این که اول فست چی فکر می راجع بهش نگاه میکنم بهش فراتر از انتظار بود 67 امتیاز واقعا فراتر از پیش بینی من بود یعنی اصلا فکرش رو نمی‌کردم اصلا سال, سال اولی مربیام مربی هم یه رکورد درسته حداقل تو استقلال ها. من یا آماری یا, یا جدولی دیدم حالا دیگه. با ساپینتو مقایسه کنی فکر کنم ساپینتو کمتر امتیاز گرفته 62 <applause> الان من دارم نگاه میکنم دیگه ساپینتو سال اولش یه سال بود دیگه کلا 62 بعدش فراد مجیدی که سال اول 60 امتیاز گرفته بعدش قلنوی 59 و شفر خب و, و دو تا تفاوت هم داره پنجا و هفت و آخرم مظلومی پنجا و پنج یعنی بهترین سال اول یه مربی تو استقلال تو این سال پنج. پنج. دو تا تفاوت <applause> هم داره <applause> و تیمی با تیم ساپینتو جفاری و فراد مجیدی خود رو فلان داشت تیم ساپینتو یکی که خیلی مورد داشت یعنی فکر کنم پر مورد تیم تفایی سال استقلال اخیر استقلال بوده و اینکه بازی بزرگ و باخت ساپینتو ولی خب تیم نکنان فقط <applause> یه باخت داشت اونم حالا اون پنارتیه بود که حالا اونم داستانش جداست یه نکتهش اینه که خیلی رو کنترل بازی کار میکرد خیلی این حالا این بحثش مهم بود حالا معمولا مربیه که دراز مدت میمونن سال اول اینه و سال دوم میان بخش حجومیشون رو درست میکنن الان توی مثلا لیگ برتر انگلیس هم نکته خیلی پررنگه مثلا تیمای آرسنال و سیتی میبینین میان مثلا با چهار تا دفع وسط بازی میکنن خیلی روی این گل نخوردنه و موقعیت ندادن خیلی مهمه براشون. از اون طرف حالا خیلی پروجکتورا روی پرسپولیس به خاطر قهرمانی خیلی تمجید میشه از عثمان ولی تیمی که توی کورسه و یه نیمه سه تا گل میخوره، اصلاً آمار خوبی نیست و خیلی یه سناریو عجیب غریبی داشت اون بازی که بازی برگشت یعنی شاید صد بار دیگه بازی کنن اون اتفاق نیفته دقیقا. و از اون ور این نکته رو نداشت پرسپولیس این نکته رو نداشت که کنترل داشته کنترول باشه رو بازی کنترل کنه بازی و موقعیت کمتر بده دقیقا دیگه تو لیگ این مسادش تو جام حذفی هم دو هیچ رو دو دو کرده چهار دو رو دوباره چهار چهار کرده اون بازی آلمینیوم خب خیلی قدش ما نداریم مربی که از دست بده دو بار دو جلو افتادن از دست بده حالا پنالتی که داستان خاص خودشو داره پس عثمانم میره پیش آلیشا یعنی اگه بره پرسولیس چیزی از دست نداده آره بره اگه من تو چه چلای میندازه خدا این, این خدا چیزی که میگی و اصلا استقلال نیاز نداره به نظرم خیلی خ... درست زمان کمک میکنه بهش ولی تو این چند هفته آخر ما دیدیم ازش که وقتی که گل میخواست خیلی خوب بازی میکرد یعنی بازی آخر بازی نیمه اول بازی با گلگوهر موقعی که گل میخواست از بازی خیلی اتفاقا حالا ناکن واقعیتش اینه که به تیمی که 67 امتیاز آورده نقد بزرگ نمیشه کرد خب نمیشه خیلی ایراد ازش گرفت ولی من مثلا فکر میکنم که شاید اگه باور نکونام خودش باور خودش به چیزی که میسازه بیشتر از این باشه بیشتر از این نمیشه دست آوردش یعنی به نظرم اون خروجی کاری که روتین میکنه رو همون اول خودش یه مقدار کوچیک از چیزی که میتونه میکنه به خاطر همون ستینگ های محافظه کنه بازم میگم 67 امتیاز آورد یعنی اون کسی که میگه آقا با این, با این مدل بازی نمیشه قهرمان شد خب باز روی اتفاق داره حرف میزنه و ش... این... این نهایتا 67 امتیاز آورده 67 امتیاز قهرمانیه و کریر نکونام نگاه میکنی جز این سال آخر فولادش تقریبا تو فصل شکست خورده توش پیدا نمیکنی عمدتا هم یه موفقیتی توش بوده با همین استایل بازی ولی من فکر میکنم که اولین کسی که به نکونام باور نداره خودشه یعنی مثلا اتفاقی تو دربی افتاد من فکر میکنم اگه اون 15 دقیقه اول دربی اگه ترمز دستی استقلال بالا نمی رفت بعد اون 15 دقیقه به نظرم اتفاق عجیبی تو دربی میافتاد. افتاد دربی های خورده خاص حالا شاید اون باوره رو که میگی درست باشه شاید مستلزم این باشه که یه قهرمانی بیاره و بعد از اون بخواد با باور بیشتری بازی کنه ولی حالا دوتا بازی که استقلال جامداد یکی تراکتور بود یکی نساجی دو تا بازی بیرون از خونهش یعنی بیرون از خونه اون کیفیت بازی های تهرانش رو نداشت اونو حالا باید دید برمیگرده به محافظه کاری موضوع ذهنیه یا اونم حالا باید توی اون چارچوب فنی دید اه... یعنی اگر بخوایم بگیم کجا جامدت بیشتر توی بازی بیرون از خونش بوده چون توی تهرانش واقعا هم خوب موقعیت می‌ساختن خوب امتیاز آره. گرفت تو تهران هم عالی بود تو <تصفح> <تصفح> اون تراکتور با دیگه با اون هفته ای بود که پرسپولیس هم سپان در واقع آره. سپانو نبرد دیگه اون باعث شد که همین چیزی که آرمن میگه شاید اون بازی خیلی دیده نشه که بازی خوبی هم نکرد جلو تراکتور درسته بازی هم واقعیت زیاد نداشت اونها اونا بیشتر مخصوصا آخر بازی آره. تراکتور بهتر بازی کرد بچه روی نکو نامسرین ما که هفته پیش زیاد حرف زدیم شما تا نبودین مثل خود لیگ که میگم رو متنش سایه میندازه خیلی زیاد نکونه ها خب همینطور بود دیگه رفتاراش رو گفتناش خود من که حالا اینجا گفتم من ندارم اینه که شاید اگه یه ذره رو میکشید پایینتر و به بازیکناش اعتماد به نفس میداد به تیمش و این, این همه که میخوان قهرمانشون کنن خب پای آدمو سست میکنه من حداقل خودم احساس میکنم مثلا تو اون موقعیت قرار بگم میگم قهرمان کنن دیگه مربی مونم که داره یه ذره شاید کمترش بهتر بود شاید فراد مجیدی می‌خواستم بگم فراد مجیدی شاید بهتر بود که فقط یه جمله میگم من به اینا نمیبازم مثلا همه این حرفای نکنان توش بود همچنان اعتماد به نفسم توش بود در این حال و اینکه داریم میریم که قهرمان بشیم هم توش بود ولی گفتم خب اون انقدر مثل این اتفاقات این شکلی نبود به قول رضا اون فصل اون داشتن پنالتی میگرفتن بعضیا میگن اگه شاهبه ای هست اون اینوره شاید اون به اندازه این توی این حالا مشتاق لزوما مربی اون حرفی که تو نشست میزنن توی رفتار رفت تو رفتن رفت میزنن خواستم همین رو بگم چند وقت پیش از بازیکنای مورینیو بود توی رئال یا اینتر این حرفو که گفت توی چلسی بود فکر میکنن. گفته بود منتظر باشین من میرم توی نشست خبری این ها رو قراره بزنم و قرار جنجال بشه شما ولی کار خودتون رو بکنین یعنی اون بخشی از اون استراتژیش بود حالا این هم قطعا در مورد استقلال صادقه این قطعا توی رخکم بازیکنا نمیگفت که نمیذارن شما قهرمانشین قطعا اونا رو تحییج میکرده آره اون هست ولی توی این مورد که خیلی وقت ما دیدیم که بازیکن‌ها میمدن همون حرفا رو می‌زدن یعنی مردم فکر می‌کردن که اینا اونجا هماهنگ کردن که تصویر روزبه چشمی رو می‌ذاشتن ته بازی و داور یه اعتراض ریز کرده اومده بیرون بعد تصویرش توی میکسون که داره اون همه اعتراض می‌کنه به داوری فکر می‌کردن این رفت تو رخکن تازه اعتراض پیدا کرد اومد بیرون یه وقتایی هماهنگ شده بود که انگار همه با هم بگن حداقل مثلا هفته آخر هفته ما خب آخر جایی حتی جایی ممکنه معنیش این نباشه که اعتماد ندارن به خودشون شاید اونم یه تاکتیکه یعنی در عین حالی که مثلا تو رخت کردن آقا ما قهر مطمئن باشیم ما قهر مطمئن آقا برید بیرون قور بزنید مثلا مهم. آره شاید بگید من من شما پرسیدم خودم هم دارم جوابش میدم <تصفح> 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 صحبتش کردیم دیگه تو هم ع... شروع صحبت اصلا در مورد این موضوع صحبتش کردیم به نظر مثلا کل این... میره تو پکیج آره دیگه نم. نم. اصلا کلش زیر سوال و من باز واقعا اصلا منحصرش نمیکنم به یه دو نفر دو نفر <applause> همه آره. این کار میکن و برای تیمت هم خوب نیست تو هم که گفتی آرمه یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم این بود که از قرعه هم شاید بد آوردن من داشتم فکر می اینا اگه هفته آخر با نساجی بازی می‌کردن قطعا می‌بردن استقلال یعنی تو فکر فولاد رفته توی قانشان نساجی رو برده چرا چون نساجی دیگه مسئله مرگ و زندگیش نبوده نمیگیم واداده ولی به هر حال میدونیم که تیم انگیزش و اینکه تلاش ولی پرسپولیس اگر هفته ولی آخر... عوضش پیکان مساله مرگ و زندگی داشته پیکان در هیچ مقطعی از فصل مساله مرگ و زندگیش انگار نبود انگار که رونی باز... بازی بازی آخر, بوده؟ دیگه بازی آخر که مساله مرگ و زندگی نه مثلا سه هفته قبلش هم براش مهم بود پیکان رو راحت‌تر میشد برد تو همون هفته که نساجی رو نبرد به نظر من یا پرسپولیس و استقلال خوزستان تو هفته آخر یه شکل دیگه می‌شد. وقتی استقلال خوزستان واقعا امید داره و همین بازی میتونه نگارش داره مثل استقلال خوزستان و فولاد هر دو برد میخواستن و هر دو بردن دیگه قرعه هم یه جوری شاید براشون جور در نیومد دقیقا وقتی خوردن به نساجی که نیاز مبرم به امتیاز داره معمولا وقتی یه امتیاز قهرمان رو مشخص میکنه خیلی با این اتفاقا بیشتر میاد وسط که حالا خیلی جزئیات شاید بتونه جابجا کنه دو تا تیمو خیلی نزدیک بودن از اول فصل خیلی اختلافش قهرمان کم مثال آرمن تو همون اول بس خیلی به نظر مثال خوبی بود عالی بود سیتی و آرسنال امسال به نظر همون شکلی شد دیگه یعنی دو تا تیم باید از کیفیت خودشون راضی باشن حالا مستقل از این که از اینکه جام بردیم بیشتر خوشحال باشیم یا جام نبردیم <reaching> <م comunshčakree> آرمن <laughs> اونجا جام نبرد میدونی که آره اونجا آرسنال ولی سر اونجا لیورپول سپاهانه خیلی زمین آره با کیفیتی که سرش رو بریدن و اینا یه چیزی بگه عادل میشن به خوشش بیاد تیم های ملکه رو قهرمان کردن تیم ملکه رو قهرمان کردن محمد کلوب اوکی کجا باید بریم سایر تیم ها پس دیگه تراکتور دیگه مهمترین تراکتور بگیم تراکتور اصلا اینکه خمس فصل تمام نکرد خیلی اتفاق بزرگی نبود مهم. بود دیگه خی... آدم خیلی خیلی مهمی بله بود, بله بود که اومد تو این فوتبال من چرا گفتم تراکتور کلمه چون که از اول فاز که جداش می‌کردیم می‌گفتیم چهار تا بزرگ فلان تراکتور من احساس کردم تو آخر فاز دیگه تراکتور از بین اونا اومد به تراکتور هم اونقدر بعد احترام می‌ذاریم که به ملوان به, به و به اون سه چهار تا تیم اونجا میگم رفت تو اون رسته نه ببین اول اینکه به لحاظ امتیازی که به سپاهان نزدیک بود تا اون تیمای پایینی که داره آره, آره،, آره، تیم ولی جدا از اونم اصلا مسئله خمس فوتبالی که داشت بازی میکرد مسئله متفاوتی بود تو این لیگ خب خمس اتفاقا جز این معدود مربیایی بود که حالا ما میگیم دیدی که میگیم آقا مربی خوب میارید تو ایران چرا از دانشش استفاده نمیکنید اینجوری خب باش قرارداد ببندید که از دانشش هم باید استفاده شه اصلا باش قرارداد ببندید که بیاد خونتون هم جارو کنه ممکنه بیاد جارو کنه وقتی تو قراردادش نیست که از دانشش استفاده شه چه استفاده ایشه چی استفاده مثلا بیاد, کلاس بذاره اه... بره اه... مثلا مربی آموزش ولی خمس این کارو میکرد خمس چون آدم بسیار مهمی تو تئوری فوتبال کلا یعنی تو اسپانیا آدم مهمیه تو تئوری فوتبال این کلاس دوره برگزار میکرد مربی ها میرفتن تبریز میشستن تو دورش مثلا 20 25 روز مثلا تقریبا مثلا زیر دستش آموزش دیدن خیلی حالا حتی مربیایی که تو همین لیگ داشتن کار میکردن این سر مربی ها نه مربی مثلا کمک و اینا و خب اونم یه تیم واقعا بدی بست اصلا اونم اول فصل گفتیم سراتای تیم مشکل داشت یعنی عقبش و جلوش واسه فوتبالی که خمس میخواست مشکل داشت اونم خودش و... معتقد بود که باشگاه بسته دیگه یعنی اونم یکی از همون اختلاف های شروع فصلشون م... به نظرم حرف عرفه... یعنی چیز کرد واقعیت رو نگفت آره چون یه لیستی بود که اون دستیارش در واقع چیز دادم دستیاری که از پرسپولیس خواکین خواکین میگفتن که این بر اساس لیست اون خرید کردن اگه پرسپولیسی هم زیاد بوده تو تیم به دلیل که خواکین و پرسپولیس رفته و بیشتر اونا رو میشناخته آره بر اساس این خریدا باید به خودش جزء لیستش نبود شجا و حسین زاده درسته این دو تا... آره فکر کنم کن. آره خب روز آخرم که داشت میرفت یه حرف خیلی مهم میزد خیلی حرف ساده ایه ولی حرف مهم میزد به یکی از این مربیایی که تو کلاس شرکت میکرد و مثلا ازش پرسید گفت چی شد که اینجا شکست خوردی و اینا گفت کسی شکستم نداد کسی هم نخواست من شکست بخورم زمینتون و توپتون باعث شد من شکست بخورم خب شما نه زمین دارید نه توپ تا موقعی که اول زمین و توپ داشته باشین بعد مثلا بیایم راجع به فوتبال صحبت کنیم اصلا و جالبه توپ من از طریق یه باشگاه دیگه میدونم یه باشگاهی بیشتر توپایی که امثال بهش دادن واسه تمرین چون توپا اینطوریه دیگه این در واقع متمرکز سازمانی قرارداد می‌بنده با یه شرکتی توپ میده واسه برگزاری بازی واسه تمرین ها و اینها کلا با همون توپ بازی میشه بیشتر توپا دفرمه شدن یعنی <تص> دوباره توپ سفارش دادن خیلی جالبه در طول فصل توپ دفرمه شد مثلا دادن مثلا دانشگاه شهرشون مثلا نمیدن دادن فلانجا اون خمس میگفت که شما توپ و زمین ندارید و بدون توپ و زمین نمیشه فوتبال بازی کرد خب این همون بحث اینه که سازماندهی و برگزاری لیگ در سطح فوتبال ما نیست و اونم پروژه‌ای بود که مثل سپاهان حیف شد یعنی شما یه مربی در این سطح میاریم و پروژه نصفه میمونه حالا به هر دلیلی میذاره میره و دوباره همه چی از صفر باید شروع بشه سال بعد من الان هر تیمی رو تو ایران بهم به بدی و اگه مربیش رو مجبور, مجبور باشن تحویز کنم اولین گزینه هم میشه خمس واقعا یعنی آدمی بود که به نظرم باید تلاش میشد تو این فوتبال بمونه بعد بازیکن چی میگیری؟ خمس میاری آه. اون سر... هم... همین تیم آه. ه... همین تیم ببین دروازمانش خوب کار کرد اصلا دروازبان رو ارتقا دادن اصلا یه سری ویژگی ها بهش اضافه کردن به این دروازبان خب اه... ولی من یه دروازبان متفاوت می‌گرفتم براش یه فوروارد متفاوت خب یه, یه مدافع این حادی محمدی رو هم نگه میداشتم تو تیم حداقل خب با این نظرم کار در میومد ولی چه, چه بلایی سر حسین زاده آورد یه بازیکنی که قرار بود اینقدر ما فکر میکردیم خیلی بازیکن خوبیه چرا اینجوری شد واسه من یک سوالا در مورد خمه اسم نمیگم خمه این کارو کرده ها. ولی حسین زاده ای که ما میشناختیم ستاره تیم فراد مجیدی یکی از عوامل اصلی قهرمانی تیم فراد پا میشه میره یه سال بیرون سال بعد برمیگرده و یه دفعه اصلا یه بازیکن خیلی معمولی خب یه سال داری جام میندازی حسین زاده بلژیک چه شکلی بود این حسین زاده به که برگشت دیگه اوکی ولی بازیکن داشتیم رفته اونجا کیفیت پایین داشته بعد دوباره اومده کیفیت بالا برگردونی احیاشون کنیم که آه. تو این ترکیب جا نیافتاد اونی که تو میگی مثلا محمد محبی دیگه اونم فصل قبل از استقلالش توی خارج اصلا خوب نبود الان خوبه اون موقع خوب نبود ولی اومد استقلال خمس کلا از اون مربی‌ها بود که این بازیکن‌ها پیشرفتشون رو میدیدی می که یعنی واقعا مثلا عارف خیلی مدافع خوبیه به نظرم یه ویژگی خیلی خوبی داره یه سری ضعف‌ها داره مهمتریناش تصمیم گیریش وقتی توپ زیر پاشه یعنی مهمترین ضعفش اینه که وقتی توپ زیر پاشه گزینه پاس سختی رو انتخاب میکنه و مثلا یهو یه توپ سخت لو میده این واقعا تو بازیش پیشرفت کرده امسال پور حمیدی بازی با پاش تصمیم گیریاش تو بازی با پا پیشرفت کرد مثلا حتی جووناشون سعید کریم آذر خود اخباری هم پارسال اینقدر بازی و با پاش خوب نبود بهتر شد دیگه اصلا رضا اسدی فوروارد نبود اگه خاطرتون باشه آه. یعنی یهو یه چیز متفاوتی تو بازی این بازی کندید کلا هم جای بدی از نظر نمیگم تیم بدیه میخوام بگم مدل اون باشگاه برای ای که یه ذره بخواید تداوم داشته باشه جای مناسبی نیست تو این سالها ما چیزی که دیدیم اونجا انگار منافع بر اساس تغییره یعنی هر چقدر تغییر بیشتر باشه یه, یه کسایی که اونجا در واقع تاثیر دارن تو تصمیمات بیشتر از تغییرات سود میبرن تا از ثبات تص... برای همین یه آدم اینجوری میاد همین هم زیاد موند اونجا یعنی وقتی داریم نگاه میکنیم سالهای اخیر تراکتور رو میبینیم این چقدر زیاد بود برای چین همه هفته موند و آخر سرم به خاطر به نظر می یه شرایطی که اتفاق افتاد تو کشور و اینا در نهایت رفتش یعنی وگرنه خیلی به هر حال تونس خودش اونجا تثبیت کنه و خودش رو حفظ کنه با وجود همه اون موانعی که هست بر سر راه تثبیت ثبات و اینا تو تراکتور تیم تراکتور قصه موفق نشدن اون و مورایس که هر دوتاشون خیلی هم دوست داشتیم هم امیدوار بودیم هم رضا یه قصه خیلی مهمیه که رضا یه بار میخواست پکیجی خودش رو بگه ولی فکر کنم تیکه تیکه تو جایی مختلف الان اینجا گفتیم به نظرم خیلی قصه مهمیه که من نشد این, این دو نفر توی ایران نگرفت گلشون آره و چه اتفاقی میفته برای تراکتور برای سال بعد حالا چون پرسپولیس اینا رو صحبت کردیم ما فکر می‌کردیم حداقل بود تو هفته‌های آخر یحیا در ارتباط با نیمکت تراکتور و احتمالا قرار فصل بعد مشکلاتش حل بشه و بیاد رو نیمکت بشینه ولی من یکی دو روز پیش با یکی از این آدمای نزدیک به باشگاه تراکتور صحبت می‌کردم میگم احتمالش کمه که یحیی مجوز بگیره نه برای پرسپولیس و تیم‌های مثل سپاهان و اینا و حتی برای تراکتور ممکن نتونه حتی تیم‌های یه از لول پایین‌تر هم مثل گفتش که, مشکل که داره. ممکنه یه ذره اونجا راحت‌تر باشه بتونه نه اونجا مشکل داره اونجا مشکل داره, داره خب یعنی به هر حال اون وقت از الان باید به فکر در واقع مربی باشن اگرچه الان همین الان مشکلات بزرگتری هم داره وضعیت مالکیت و این چیزا رو واقعیت اینه ای که با قلنوی تو تیم ملی نکونام فرزن ادامه کارش تو استقلال تنها مربی که واسه اون تیم های خیلی بزرگتر مثل تراکتور و سپاهان و اینا چشم گیر باشه مربی ایرانی همون یه احیاس دیگه عملا و اگه مسئله یه حل نشه اونو به نظرم باید سراغ گزینه خارجی برن دوباره آره دیگه مربی که فکر کنید خودش رو به اون رده اضافه کرده الان هم که نداشتیم آه؟ نه نه بچه‌ها دیگه فکر کنم اون 5 6 دقیقه آخر کلاس و اون دقایق جذابی که معلم میگه در اختیار خودتون باشین خودش مشغول خودشه درباره هر چیزی میشه حرف زد به نظرتون چی مونده که دادا میخواست می‌خواست بگیم نگفتید 1 و دقیقه 30 دقیقه بامداده یعنی 1 و دقیقه 20 دقایق مونده دیگه آره من حالا یه جمله درباره این لیگ نخبگان بگم که حالا ما درباره لیگ خودمون صحبت کردیم تقابل این تیم‌ها با هم ولی بعد خروجی لیگمون هم ببینیم سال بعد چطور میشه تو یعنی این لیگی که الان فدراسیون داره برگزار میکنه این با این قوانین محدود کننده ای که گذاشته سال بعد جلو اون های بزرگ آسیایی کار میخوام بکنن یعنی خروجیش چیه دیدیم خیلی عجیب بود یه تیم مثل الین قهرمان شد که شاید تو لیگ خودمون اصلا قهرمان نشه ولی به جز اون فورواردی که دارن اونو بذاریم کنار ولی خب یه آزمونیه دیگه با این محدودیت بودجه و محدودیت بازیکن و سال دیگه تو این لول میخوام بازی کنم و ببینیم چطور میشه آره اینکه اون قهرمان شد دیگه ما یه وقتایی خیلی اون با ناامیدی حرف میزنیم میگیم خب تیمای ما الان که حالا حالا نمیتونن تو آسیا قهرمان شن فاصله زیاد شده فلان ولی میتونن دیگه به همون شکلی که اون قهرمان شد مثلا من فکر نمیکنم کسی الهلال رو بتونه بیاد بزنه مثل کامیار که فکر نمیکرد گفت امتیاز کامل رو بهش داده بود از اون اول ولی انگار اون شد انگار مال ما هم ممکنه بشه تیمای ما یعنی همین سپاهان هم اتفاقات براش نمیافتاد جلوی الهلال خوب بازی کردن شاید یه خورده اینور اونور میشد میتونه اساسا اون بازی ببره آره. که اتفاقات به شد. بود آره اونم دو تا کارت قرمز رفت و برگشت و یه نکته هم که داره دیگه نخبگان با این شکل جدید که برگزار میشه فکر کنم تعداد بازی ها بیشتر میشه دیگه اون تیم که میرن خیلی تعداد بازی ها. این افتضاح میشه ما اینجا همون بازیا رو نمیتونستیم هندل کنیم یعنی ما ما میرفتیم 6 تا بازی تو گروه بکنه تیممون بقیه آسیا میرفتن بین دو تا بازی آسیایی لیگشون رو انجام میدادن ما انجام نمیدادیم پرسپولیس و سپاهان امشب کلی بازی عقب افتاده داشتن با این وضعیت عین اون دوره میشیم که عابدینی رئیس فدراسیون بود یه تیم 16 تا بازی داشت یه تیم 3 تا یعنی من نگران اینم که اون totally. وضعیت بشه میریم دسته صفر <اینو> ساسان <variantaülğan aggianda> نیست میشه اینو گفت ساسان خیلی مخالفه با این دیالوگ ساسان نیست میشه گفت آره اوکی تا چیزی نمونده چادرمون برای تنگ شده بود رضا آره تو این ایام بیایم دیگه هر از ها تو هم که آزادتری ما هم که بچه هم که دست ما هم گروگانه همچنان <تص��� Share> <laughs> هم شاید اصلا بردم یه مهد دیگه <laughs> <انتراه بیم به. laughs> <تص tenho> <laughs> بچه هم دی اینجا گروگانه ما میتونیم یه بار بیای اونو بریم ساخت فوتبال رو میگیم اگه که بعضی ها یادشون نیستین شوخی رو با یه مهمون دیگه میتونیم بریم یکی قرار بیاریم اینجا بشینیم خاطر بازی کنیم به هیوا پیشنهاد دادم فرشاد عباسی رو بیاریم در نزدیکترین فاصله به زمین بوده همیشه بعد <applause> بشینیم درباره این چیزا حرف بزنیم و شاید یک دو تا موضوع مهم و پویان که خیلی وقت ندیدیمش هم مخاطبا خیلی هاشون پیگیرشن هم اینکه ما خیلی دوست داریم ببینیمش چند هفته وقت داریم این کارا رو بکنیم دیگه ما که تیم نداریم بریم تیم ببندیم خب ما بگم که خب مثل همیشه خوش گذشت با آرمن هم همیشه وقتی جمع میشیم داره هم ما دو تا میریم دیگه یه مسیر رو میگیریم مثلا جدا میشیم از جمع توی فاز دیگه ای خیلی خوش میگذره باش از فوتبال حرف زدن اونم چشم تو سه بار بهمون گفتی بعد ما این سه بار اومدیم دیگه هزار بارم بگیم آره قرمه دارم الان گفتم که بقیه هم بشنوند دیدید دقت من میخواهم اینجا مثلا تصمیم بگیریم جلسه کاریمون جدا دوربین برگزار بشه حداقل من این کارو میکنم چرا چون بیرون از اینجا بهم گوش نمیدید بخوام نه که به من کسی به کسی به حرف جدی کسی گوش نمیده پیتزا هم که گم میشن مهدادم که گردن نمیگیره هم که گردن نمیگیره پیتزا گم میشه چه برسه به حرف من بنابراین آدم میگه حرفای جدی و برنامه هم همینجا بزنیم آرمن، هم مرسی مرسی از شما خیلی خوش گذشت بحث جالبی بود قربانت برم ادامه داشته باشه الله. کاری من نداری من نه فقط بگم که من خیلی حال کردم این دفعه آرمن واقعا مشارکتش نسبت به دفعه قبل که من نبودم خیلی بیشتر بود خیلی حال کردم خیلی استفاده کردیم یعنی خب ما اونجوری که رضا میگه وقتی بیرون از اینجا میشینیم با آرمن صحبت میکنیم و هممون کیفیت آرمن رو میدونیم هم کار نگاریش هم نگاهی که به فوتبال داره درجه که واقعا دمش گرم اومد امشب کلی هم حال کردیم آره دیگه نگم که بریم بیایم خدافزی بریم دیگه نصف شب نم نم خداحافظی کنیم یه شعر کوچولو براتون بخونم میگه که تا روزی که بود دستهایش بوی گل سرخ میداد از روزی که رفت گل‌های سرخ بوی دستهای او را میدهند به نظر خودم که بهترین شعرهایی بود که تاردا خوندم خیلی دوستش دارم و اینکه مدیون حضور آرمنیم این شعر رو چرا آرمن اهلش نبود که بهش بگم مثل هیوا اینا بهش بگم تو برامون شعر بخون گفت برو بابا حالا این نداره ولی حضورش باعث شد من برم این شعر رو بخونم از واه آرمن آره خواستم بپرسم از کیه آره واه آرمن شاعر ارمنی و ایرانی که به فارسی شعر میگه متولد مشهد متولد دهه 30 بزرگتر از ماهست هست. و خیلی شعرهای قشنگی داره یکی دیگه داشت از این چون طولانی تره اونو استوری میکنه ولی به مناسبت حضور <applause> برای اینستاگرام چون تبلیغ میکنه اینجا <applause> آقا آدرسشو که ندارم <applause> ولی به مناسبت حضور آرمن اینو خوندم که گلهای سرخ بوی دستای او را میدهند البته ما انقدر آدم رمانتیکی نیستیم ولی ها رو میفهمیم دمتون گم حالتون خوب باشه خداحافظ